سلام علیکم. سلام سلام ارادت دارم، خیلی خوش اومدی. مرسی. من این ایمیل رو تموم کنم شروع کنم. من همین الان از سر کار اومدم خونه، خلاصه دیگه همه قصور من رو ببخشید. بسته نباشی. خب حسینم من اضافه کردم اگر به پیمنده. حمدرضا مبارک باشه، دفاع کردی. خوشحالی؟ آره خیلی راضی بودم راستش. فکر میکردم اینجوری هم که اولش حوصله نداشتم، اما انقدر دیگه در باید این موضوع حرف بزنم نمیخواستم دوباره در باید حرف بزنم. بعد چیز شد راستش دفاع هم خیلی حساس شد، چون جمعه قبل از دفاع هم بود که با یه استادی از سن دیگو حرف زدم و اون گفتش که من خودم این کاری که تو میخوای دیگه انجام نمیدم، فلانی انجام میده. به من اون منو به اون معرفی کرد، اون گفتش که حالا لینک دفاعاتو بفرست من بیام دفاع. یعنی عملا دفاع من چیز شد، مصاحبه کاری من بود. الان دارم به همونا ایمیل میزنم، فردا باید برم پرواز کنم سان دیگو و گفته چند تا جمله درباره انگیزه است بنویس که من بدم به اونایی که میخوایم مسابقه کنیم. ایوه خلاصه که مبارک، خوبه که خوب پیش رفت. خصوصا این روزای آنلاین دفاع کردی دیگه. آره این چیزای آنلاین کلا خیلی حالت نچسبی داره و با یاسای عجیب و غریب میتونه توش پیش بیاد. واسه همین آره خوبی ها و بدی ها خودش داره، لزوما بد نیست. آره راستش من نسبتا راضی بودم، چون چند تا از استادای بازنشسته و استادایی که برام مهم بودن بیان همه مسافرت بودن، یعنی باعث شد کسای بیان دفاع هم. و خیلی از دوستام که مثلا آمریکا هستن، مثلا بوستون زندگی میکردن، اومدن دفاع. توی دفاع معمولی اصلا همچین آپشنی وجود نداره. لینکشو میدادی ما هم میذاشیم همه فالوورای اینستاگرام هم میومده. راستش یکم ترسیدم، میخواستم لینکش رو زیاد پخش کنم، بعد دیدم که احتمال حضور ترول ها وجود داره، گفتم حالا بیا اونو جمعش کنم. گفتم فقط به اونایی که میشناسم دونه دونه لینکش رو یا هم خواستم لینکش رو به شما هم بدم، یعنی اونایی که نسبتا میشناختم یا غیر مستقیم میشناختم به اونا لینک دادم. به طور کلی شرکت آزاده توی این چیز دیفالت، اونجا هر کسی میتونه مخاطب عام. آره یعنی هر کسی اصلا چیزه، باید یه پالیسی داریم که باید دو هفته قبل ایمیل بره به کل لیستایی که توی چیز هستن، توی لیست دپارتمان باید ایمیل بره که فلانی داره دفاع میکنه که خواست بتونه بیاد. یعنی خود دانشگاه ایمیل میزنه، بعد هی هم تبلیغ میکنه. استاد منم اصلا چیز بود، خودم دانشجو فیزیکم، استاد بیولوژیه و یونیورسیتی رت هم استاد شیمی بود. بعد اینستیتوشنمون هم یکی هیچ کدوم از اینا نیست. روز آخر فهمیدیم همه ایمیل رو گرفتن به جز دپارتمان خودمون. دوباره به همه ایمیل زدیم، فقط استادم اشتباهی یه روم دیگه تو زوم درست کرد به اونا فرستاد. و فکر کنم مثلا ساعت 1 ظهر من منتظرم بیام دفاع، همه کمیته اینجان، یهو میبینم استادم نیست، هیچ کی هم از دپارتمانمون نیست. چون دوباره خانومم که باهم توی یه گروهه اینجا گفت فکر کنم همه تو اون گروه هم، چون من الان تو اون گروه هم. دوباره و یه استاد بازنشسته هم داریم که بیچاره 95 سالشه و خب اینو میخوای وارد ایشون میخوای وارد زوم کنی، عملا باید دستشو بگیری بیاری توی روم زوم. جا به جا کردن اون یه نفر خیلی طول کشید.
و خیلی هم مهم بود چون روی چیز من مبحث من کار کرده بود. حالا خب از اون طرف به این فکر کن که اگه آنلاین نبود و تو توی یه سالون دیگه مثلا اون یه چیز دیگه بودی بعد تا اینجا بود. آره ما اتفاقا دپارتمان هم همون وسطه ولی شدیم تو باید پیدا کنم ساختمون هم جو خالیه. خب سلام علیکم به همه، خیلی خوش اومدین. الان همه مهمونامون دیگه اومدن. من به همه عزیزانی که توی لایون خوش اومد میگم. احتمال زیاد ایران که تاریک شده، پس چی میگن بعد از ظهرتون بخیر، غروبتون بخیر. خلاصه امیدوارم خوب و خوش باشین، برق داشته باشین. من فعلا کامنت ها رو میبندم که یه ذره کمتر حواسمون پرت بشه، بعد آخر جلسه باز میکنم. امروز روز بیوفیزیکه. من خیلی خوشحالم که این برنامه اینجوری پیش رفت رسیدیم به این فیزیک زیستی. به نظرم خیلی هیجان انگیز و جالب خواهد بود. ما رسممون همیشه این بوده که یه نفر از ایران حتما داشتیم، بعد این سری هی بعضی رو قرض زدن که پس کون یه نفر ایرانیتون، گفتیم با حسین به خدا ایران دکتر رو گرفته. حالا اون به میزان کافی از ایران تجربه داره، اینقدر نگید ایران چی شد. و خیلی خوشحالیم امروزی که هم تجربیات تکنولوژی‌تر داریم. یه گل و شیرینی مجازی هم داریم که به خاطر دفاع حمیدرضا. حمیدرضا قبل از این لایو، یعنی هفته قبل از این لایو و هفته بعد از این لایو، زندگیش به دو قسمت دکتر بودن و نبودن تقسیم میشه. مبارک باشه. آره امیدواریم که خبرهای خوب ازتون بشنویم و همه چی هم خوب پیش بره. تا حمید ایمیلش رو میزنه که دیگه ما بدونیم دیگه. آره شغل بعدیش هم گرفته. من یکمی راجعه میگم هفته بعد ما میریم سراغ نوروساینس و بعد فکر میکنم دیگه تقریبا حرفایی که بعد راجعه به گرایش مختلف میزدیم و زدیم. اگر هم برنامه های قبلی که راجعه تقریبا فیزیک جریان اصلی و خیلی بهشون علاقه مندید، ما گذشته راجعه چه میدونم ذرات بنیادی، گرانش، اختر فیزیک، سیستم پیچیده، حالا اون که جریان اصلی نیست ولی مثلا راجعه ماده چگالینا هم حرف زدیم اگر کسی تا این برنامه رو ندیده. خلاصه که امیدوارم شما که کیف برده باشید به عنوان بیننده، ولی من توی این چند تا برنامه یک تعداد زیادی دوست جدید پیدا کردم که توی کرونا سخت میشه این کار کرد، اونم خارج از کشور. خیلی من خوشحالم، خلاصه که برنده اصلی من بودم. من بیشتر از حرف نمیزنم، بریم سراغ برنامه همون. روال اینه که همیشه من هرکون از مهمونا میگم که آقا خانم بگید که چی شد که اصلا شما اومدید سمت فیزیک و بعدترش فهمیدید که به این گرایش علاقه مندید، بعد مثلا اومدید فیزیک زیستی خوندید، بعد چی شد، کجا بودید و الان در چه مقطعی هستید؟ فاین بودید. حالا من نمیدونم با کی شروع کنیم. با خانم فرح بود. جوونا، من بعدا با جوونا که یادشون ما یادمون نیست. خوبه خانم فرح بود. خوبه شما. مشتاق دیدار ما. خیلی وقت شما رو ندیدیم. خیلی دورادور یه خبری داشتیم ولی آره خب خدا رو شکر که میبینیم شما رو دوباره. خب من میگم که از خانم فرحبو شروع کنیم. خانم ها مقدم من جوانترم که هستم قاعدتا همیشه. مینیموم سن میفته روی خانم. هم جوانترن هم خانومن. من از کجا قرار شروع کنیم؟ یه کمی خیلی سریع بگید که چی شد به فیزیک علاقه من شدید و بعد مسیری که منجر به فیزیک زیستی شد و برامون تعریف کنید. خب همش یکم چیز بود، شانس راست رو بخواهیم توش زیاد دخیل بود. من توی دوره دبیرستان خیلی علاقه من بودم به کامپیوتر، المپیاد کامپیوترم بودم. بعد نزدیکای انتخاب رشته دانشگاه که شده بود علاقه من بودم به خیلی کامپیوتر و ریاضی و یه جورایی به سرم زده بود که برم فلسفه بخونم. همه این از منطق و این چیزایی که توی اون المپیاد کامپیوتر یاد میگرفتیم تا ریاضی که خیلی دوست داشتم به سرم زده برم فلسفه بخونم. و خیلی شانسی من یه مجله رو یه بار تو دانشگاه همدان خوندم که در مورد این بود که خیلی از موقع خب من اصلا از این چیزا نمیدونستم که خب خیلی از فیلسوفای بزرگ دنیای جورایی پس‌زمینه فیزیک دارن و غیره.
منم خیلی ناگهانی از یه چند روز قبل انتخاب رشته تصمیم گرفتم بزنم فیزیک، حالا که اصلا قبلش علاقه خاصی اصلا تو دبیرستان بهش نداشتم، ولی دیگه همش خوندم که چه جوری میشه از اون رفت مثلا در آینده فلسفه خوند. و خب خلاصه این شد که من رفتم فیزیک. اولا واقعا برام یکم فضا گیج کننده بود، چون میگم اونطور تو دبیرستان وقت براش نذاشته بودم، مثلا درسی که نمرهام خوب بود ولی چی تمرکز خاصی روش نداشتم. بعدم که خب فیزیک خوندم در عرض مثلا یکی دو سال اول انقدر به خودش علاقه من شدم که اصلا دیگه اون آرزوها و کجا بودید لیسانس؟ من شریف. همه شریف بودم. فرنو شما دومین همدانی هستید که تو این برنامه بودید. من خیلی حواسم هست که دایورسیتی رو تو ایران نگه دارم. آره ما دومین همدانی جمع. از شما خانم مژگان بودند که ایشون الان تحصیل تکمیلی زنجانن دکتر سیستم پیتی ده میشه. آره خلاصه که شریف لیسانس من دادم، شریف لیسانس، و خیلی زود دیدم نه خودشو خیلی بیشتر دوست دارم دیگه، اون آرزوها و خیالات رو گذاشتم کنار و دیگه فیزیکو واقعا خیلی با عشق و علاقه میخوندم دیگه. یه جور همینجا باید بگم که همینجا هم یه باری اتفاقاتی افتاد که من میگم احساس میکنم به طور کلی یه سری اتفاقاتی که حالا بگین شانس، لطف خدا، تقدیر، هرچی نمیدونم اسمش چی باشه، اتفاقاتی یه جورای گاهی تصادفی. اتفاقی که افتاد این بود که من توی دوره لیسانس تمایلم بود یه خورده به این کارهای مثلا کاری که دکتر رحیمی تبار اون موقع میکرد، تحلیل داده و اینجور کارا، ولی یه جورایی دوست داشتم کارا مثلا بیشتر سمت اپلیکیشن و تو زندگی و این چیزا باشه، اونقدر جذب فیزیک بنیادی مثلا چیز حالا نمیدونم گفتین اسمش چی جریان اصلی اون نبودم. بعد اتفاقی که افتاد این بود که دکتر اشتهادی اون سال اومدن دانشگاه شریف برای اولین سالی که اومد از پیوستن به هیئت علمی، و خب کسی بود که متخصص بیوفیزیک بود و ما یهو وقتی فهمیدیم و دیدیم که چه کارایی میکنن خیلی علاقمند شدیم، شروع کردیم. هم دقیقا همون سال بود که من فوق قبول شده بودم، رفتم کلاساشون رو شرکت کردیم و خب دیگه شروع شد دیگه، یعنی از اونجا به بعد من خوندم. اون سالا خیلی هم جمع خوبی تشکیل شد، تعداد از بچه ها واقعا بچه خوبی که حالا مونده بودن ایران جذب شدن، اومدیم تو گروه دکتر اشتادی. دکتر اشتادی هم که خودشون کارشون درسته، اون روز اون واقعا اون سال خوبی بود، کلی چیز یاد گرفتیم با درس ها. و بعدش هم دیگه دکترا من از اولش هم تمایلم موندن به ایران بود، اون گرایش هم دوست داشتم و همچنان موندم با دکتر اشتادی توی شما. پس دکتراتون رو شریف بودید؟ من کلا از اول 12 سال یکی از آدمایی ام که خلاف این ماجرایی که تو آکادمی باید حتما جا به جاشی و اینا من شانس آوردم زنده موندم. خلاصه اینکه من 12 سال اونجا بودم، نمیدونم حالا رو هم چند سال میشه لیسانس فوق لیسانس چیز دکترا، و دکترام با دکتر اشتادی تموم کردم و باز دوباره یه جورایی میتونم بگم شانسی بیشتر افتادم توی کار زیست. اتفاقی که افتاد این بود که خیلی دنبال گروه های دقیقا ماده چگال میگشتم، چون کار دکتر اشتادی در واقع میشه گفت ماده چگاله به طور کل عام‌تر، من که بگیم بیوفیزیک بخششه، و من دنبال گروه های ماده چگال بودم. همون زمان به خاطر اینکه ازدواج کردم اومدیم سوئیس و اونجا من خیلی سعی میکردم که پیدا کنم، خب جامعه کوچیکه اونجا اونقدر مثلا پوزیشن بودن. یعنی شما ببخشید نمیدونم بخاطر وقت ما اینقدر سری صحبت میکنید یا نه بکنم حسین میدونن کلن یه شما سوئیس اومدنتون برای این نبود که پوزیشنی داشتید اومدید سوئیس برای دنباله؟ من ازش بخوای هیچ وقت اصلا علاقه نداشتم، هیچ وقت اصلا به خارج رفتن فکر نکردم. یه دوره چیز هم اومدم چی بهش میگیم فرصت مطالعاتی اومدم و همچنان دیدم نه من ایران رو بیشتر دوست دارم موندن شد، ولی خب به خاطر ازدواج و اینکه همسرم همون سال برای دکترا اقدام کرد و اومد اینجا دیگه اومدیم، و من دنبال گروه های چیز بودم، ماده چگال بودم، و در نهایت اتفاق افتاد باز به خاطر چیزی که اصلا من توش دخالتی نداشتم ما اومدیم آلمان و من اینجا دوباره دنبال گروه های ماده چگال میگشتم که از یکیشون هم تقریبا میشه گفت پوزیشن گرفتم، ولی همون زمان همسرم که پیوسته بود به این گروه بیوانفورماتیک رئیسش به من پیشنهاد کار داد، کار منو دید
و گفتش که ما کار بیوانفورماتیک میکنیم تا همینجور بیوفیزیکی، خب بیا اینجا با ما باش. منم اولش خیلی خیلی برام اصلا تصورش واقعا غیر ممکن بود، من از فیزیک اونقدر دوستش داشتم، حالا پاشم بیام تو گروه تو دانشکده بیولوژی، از تو ذهنم این بود که تو دانشکده بیولوژی همه رو پوست سفید میپوشن و آزمایش میکنن، بوی الکل میاد از این حرفا. و خب اتفاق افتاد این بود که اومدم، قرار شد به صورت آزمایشی باشون باشم، اون یکی پوزیشنم بود، قرار بود مثلا یکم زودتر شروع بشه. و خب وقتی شروع کردم دیدم نه آقا اینجا میشه همون مدل‌ها رو داد، همون کارا رو کرد و خب شروع شد. الان پوزیشنی که از اون سال شروع کردم به عنوان پست‌داک در اونجا، گروه بیوانفورماتیک و بیوفیزیکه، که خب خیلی خیلی بیشتر کار اعضای گروه کار بیوانفورماتیک و تحلیل داده های زیستیه، ولی من خودم در کنارش تقریبا جز معدود افراد بودم که مدل میکردم. و در نهایت اتفاق افتاده اینه که باز دوباره بازم میگم خلاف اون ماجرایی که خیلی تاکید میشه در آکادمی، من همچنان در این دانشگاه موندم و خیلی انرژیم بالاست و در این دانشگاه موندم و از سال گذشته همونطور که نوشته بودین، حالا خودم نمیدونستم فارسیش چیه، به عبارتی پی آی هستم یا سرپژوهشگر، یعنی یه گروه کوچیک که حالا سال دیگه دانشجو اضافه میشم، که خب به خاطر حالا این ماجرا رو بگم، از سال گذشته به خاطر اینکه پسرم به دنیا اومده الان 5 ماهشه، من یه خورده قبلش، مرسی ممنون، یه خورده قبلترش اینجا مرخصی میگیری به خاطر زایمان، که میشه یه چیز حدود نزدیکای تقریبا 1 ساله که من اونطور آفیشالی سر کار نیستم، ولی مطالعات بسیار جدی در زمینه یک حیات کوچولو. آره اون وقت، ولی دیگه از بعد از این از ماه دیگه دوباره شروع میکنم با خب گروه، احتمال خیلی زیاد کارش در نهایت مدلینگ سیستم زیستی خواهد. خیلی خوب، پس این سر این ترجمه، ما توی ایران اینجوری داریم که یه دانشجو داریم، یه استاد داریم، بعد دیگه بعدش رو هیچی نداریم، بعد جای داریم پست داک یاد که دیگه هیچ چیزی وجود نداره. اینا فکر کنم من اولین کسی هم که از واژه سرپژوهشگر مثل سرکارگر اینا مثلا دارم استفاده می‌کنم. خوبیه، کلمه خوبیه. منم ولی فکر کنم واقعا اینا، حالا کار میریم ویکی‌پدیاش هم درست می‌کنیم، بعد دیگه جا میفته دیگه، خیلی از این کلمه‌ها رو اینجوری میشه وارد. آره ولی آره کاری که پس فرنوش همینطور که دیدید به کمک باد و یه تلاش زیاد قاعدتاً اومدن سمت فیزیک زیستی و الان کارشون تدریس و پژوهش و الان هم خیلی خوب. حالا بعدم بحث میکنیم سر بیوانفورماتیک اینا. من تو این دایناسور هم آوردم که اگه پسرتون اومد سرشو گرم کنم اینجا، ولی خب دیگه حالا گفتید اینجا خوابون دیگه بیشتر. آره هم ساعت خوابش همین گربه دارم. نه این روزا یه خورده تو این سنی که هستش خیلی حوصله‌اش نمیگیره تو جلسات، چون اول می‌نشست با هم الان مثلا 5 ماهش مگه نیست؟ چرا؟ می‌نشست تو اول می‌نشست. قبلا می‌نشست خیلی خوب می‌کرد، ولی الان دیگه بعد یه چند دقیقه دیگه نمیشه. خیلی خوب. شما فکر کنم اولین مادر این سلسله گفتگوها هستین، این خیلی زهر جاینگیزی، حالا بعد حالا چه بینم حرف بزنم فکر نکنم دیگه، یعنی حتی اقل نگفتن، ما فقط تا اینجایی رفتیم که طرف گفت من ازدواج کردم دیگه فکر میکنم، ولی شما اولین کسی هستید که اینجا من. خیلی خوبه. خب بریم سراغ نفر بعد، قوره بندازیم یا داوطلب میشید؟ تنگ آقاز رایی که بازی کن. نه امیررضا شما بفرمایید. من راستش من از اول میخواستم فیزیک بخونم از دبیرستان، یادمه 2005 بود که 100 سالگی نسبیت انیشتین سال جهانی فیزیک شد، سال جهانی فیزیک چیز کردم 2005 بود فکر کنم، دیگه 2005. بعد این تو مدرسه ما، من سمپاد قزوین بودم، خودم بچه تاکستانم البته، یعنی من هر روز از تاکستان میرفتم قزوین مدرسه و برمیگشتم. ببخشید بچه کجا؟ تاکستان، یه نیم ساعت اون بر قزوین. بعد خب اونجا خب توی مدرسه ما معلم فیزیکامون مخصوصا دانشجوهای فیزیکی بودن که مدرسه خودمون درس خونده بودن،
خیلی آدم باهاشون راحت بود، خیلی هم علاقه‌مند میشد وقتی باهاشون کار میکردید، چون فیزیک درست حسابی درس میدادن، خیلی چیز مقید به یه چیز برنامه درسی یه چیز نبودن، سعی میکردن چیزای جالب مثلا نشونمون بدن. من اونجا خیلی به فیزیک علاقه داشتم، علاقه اصلی هم راستش نجوم بود، چون خب یه تلسکوپ خریده بودیم برای مدرسه، شبا میموندیم مثلا کارهای عجیب غریب میکردیم، کار خاصی که البته مثلا احساس کردیم داره کار عجیب غریب میکنیم، بعد مثلا هی همایش بذاره اینا، خب خیلی خوش میگذشت، یعنی خیلی علاقه داشتم. یعنی من وارد دبیرستان که شدم میدونستم میخوام فیزیک بخونم و نجوم کار کنم. بعد که کنکور که دادم رفتم دانشگاه تهران، دیدم که البته چیز شد دیگه، دانشگاه تهران اتم مولکولی قبول شدم، اونم به ترتیب الف با زده بودم، دلیلی که اختصاص فیزیک نزده بودم چون فکر می‌کردم حتما شریف قبول میشم، و همینجوری دانشگاه تهران به ترتیب الف با زدم، بعد شریف قبول نشدم، اتم مولکولی تهران قبول شدم. بعد اونجا دیدم که ترجیح میدم، اونجا هم خب ما رفت از اینا میرفتیم، اتوبوس میگرفتیم، دانشکده یه تلسکوپ نچندان بدی داشت، چیز میرفتیم و رصد میرفتم و اینا. بعد دیدم که من اون قسمت آماتوری نجوم خیلی برام جالب تره تا خودش، یعنی خود فیزیک اتمی مولکولی اینا، خود فیزیک حتی فیزیک پایه و اینا خیلی برام جالب تره، بیشتر چیشم بیشتر متمایل شدم به سمت فیزیک پایه. بعد که سال چهارم فارغ التحصیل که شدم اپلای کردم، یعنی برنامه‌ام راستش این بود که ارشد بمونم ایران، چون چیز شده بودم بدون کنکور میتونستم برم ارشد، برنامه‌ام بود که ارشد بمونم بعد اپلای کنم، بعد یه اتفاقاتی افتاد که ارشد نتونستم بمونم، همونجا اپلای کردم اومدم FSU. FSU هم که اومدم برنامه‌ام این بود که بیام یا هسته‌ای بخونم یا زراعت بنیادی، چون FSU یه دونه چیز داره، شتاب دهنده کوچیک داره تو زیر زمین، بعد چون خیلی کوچیکه تو به عنوان دانشجو میتونی شتاب دهنده رو خودت ستاپ کنی، شتاب دهنده FSU استاف نداره، با دانشجوها میچرخه. خیلی هیجان انگیز بود که 2013 بود اون موقع، از دفتر اوباما یه نامه دادن که به دانشجوی ایرانی اجازه ندید نوکلیر بخونن. اینا دوباره اومدن به ما گفتن که خب شما نمیتونی نوکلیر یا ذرات بنیادی بخونی، میتونی ذرات بخونی، ولی خب ذرات خوندی بعدش بخوای کجا بری، هر جا بری به خاطر اینکه ایرانی هستی راد نمیدن. یعنی همه شتاب دهنده توی آزمایشگاه ملیه، آزمایشگاه ملی آمریکا هم معمولا دست چیزه، دست وزارت انرژیشونه، و منتها تاسیسات هسته‌ای ارتشی آمریکا به جای اینکه دست وزارت دفاع باشه دست وزارت انرژیه. به خاطر همون، یعنی شما، من به عنوان ایرانی، وزارت دفاع احتمالش بیشتره که بهم یه کاری بده تا وزارت انرژی. هیچ کدومشون نمیدن، ولی وزارت انرژی حتی بدتر. ولی علی من هم بخیاشم جا یا علل اصول تاسیسات هسته‌ای باید دست وزارت انرژی باشه تا وزارت نه نه حتی بمبای هسته‌ای هم دست وزارت انرژی، یعنی تمام چیز، یعنی کلا حتی اون قسمتایی که کاملا ارتشی هم هست برای دفاع و برای جنگ هم هست، اونا هم دست وزارت انرژی، یعنی حتی وزارت انرژی توی زیر دریایی های ارتش هم فکر کنم درگیره. به خاطر اون اینجوریه که اولین چیزا لیمیتیشن ها واسه وزارت انرژی میاد. شما حتی مثلا بعد من دیدم که حالا خب نشده دیگه، میریم مادا چگاه کار میکنیم. بعد رفتم مگلب، اینجا یه چیز داریم، یه نشنال لب داریم، آزمایشگاه ملی داریم که مال چیزاست، مال مگنتاست، چیزای میدان مقناطیسی بالا. اونجا یه لبه خیلی کوچیکی بود که ما الکترون دیفرکشن کار می‌کردیم، پراش الکترونی مونتا دینامیک با سرعت‌های بالا در حد پیکوثانیه و فنتوثانیه بلور چیز می‌کردیم، بلور مطالعه می‌کردیم. خیلی هیجان انگیز بود، چون من که مثلا وارد شدم چیز شد، چون لبه خیلی کوچیک بود، من مثلا کل سیستم آنالیز داده رو خودم از اول تو مطلب نوشتم که مثلا بهتر باشه. بعد چون اونجوری نوشتم یه دادهایی که جواب نداده بود با کد من جواب داد و مقاله شد، که اونم داستان داره. من بعد مقاله نفر اول می شدم، بعد استادم یه دانشجوی داشت تو چین، اون احتیاج به مقاله داشت، مقاله من داد به اون، داستانی همیشه. آره بعد NSF هم سازمان دانش آمریکا، اون قسمتی که مال فیزیکه، خیلی اونجا چیز بود، این سالهایی که ما بودیم خیلی پولش کم بود، یعنی پولش در جاش میموند، ولی جامعه که ازش فاندینگ میخواستن بزرگ میشد. بعد استاد ما هم یه پاش آمریکا بود یه پاش چین بود،
عملا ما رو ول کرد به امان خدا، لیزر ما خراب شد، بعد ما دیگه پول نداشتیم درستش کنیم. بعد مشکلش این بود که اینجوری هم نبود که یه لیزر باشه 5 تا گروه، یه لیزر بود و یه دونه ما. ما هم یه بار این لیزر رو گذاشتیم تو ماشین، 11 ساعت رفتیم تگزاس، یه شرکتی بود که بدیم لیزر رو درستش کنه چون ارزون میگیره. رفتیم این شرکت تو آشپزخونه یاروه لیزر 20 واتی ما رو گذاشته روی میز ناهارخوری داره درست میکنه. پس درست هم کرد، نه اینکه نه اینکه درست نکنه، واقعا درست گفتی تو آشپزخونه شد. واقعا لیزر من باورم نمیشد، آدرس خونه است. بعد مهندسه در اومد گفت بیاین تو ما اینجوریم لیزر وارد روی میز آشپزخونه است، میز ناهارخوریه. والا راست به حق بهش بگم لیزر من واقعا درست کرد. منطقه اینج بود که لیزره چیزای دمایی داشت، باید همیشه روشن می بود وگرنه دوباره باید الائن می شد. ما لیزر گذاشتیم توی ماشین فورد گنده، چیزش رو زدیم به فندکی، دما بالا بمونه، دوباره 11 ساعت مستقیم برگشتیم فلوریدا، لیزر رو رفت کردیم توی مکلاب. بعد خب فاندنگ بعدی نرسید، ما مجبور شدیم گروه متلاشی کنیم بیایم بیرون. یکی از دوستام البته مون، چون اون آمریکایی بود میتونست بره چین پروژهشو انجام بده، من نمیتونم برم چین. و من خب همیشه دوست داشتم که بیام سمت بایوفیزیک، هم به خاطر اینکه فیزیک زیستی برام خیلی همیشه هیجان انگیز بود، خیلی درباره چیز بود، خیلی درباره زندگی انسان ها بود. آها اینم هست، یکی دو تا فلوشیپ هم بود که من می‌خواستم اپلای کنم اونجا، هر جا می‌خواستم اپلای کنم گفتن خب ایرانی ها که نمیتونن اپلای کنن، برو فلوشیپ بعدی. بعدم نه، مثل اینکه من تو ماده چگالم بخوام بمونم دوباره همین دردسر پشت سر من یکسره میاد. بعد حوزه کارشم خیلی اشباه شده بود، یعنی تو که فارغ التحصیل میشدی بلافاصله بعد مثلا با فارغ التحصیلای MIT و کلتک و اینا رقابت میکردی رو پستاک. خیلی چیز بود، خیلی سخت بود اونجوری. ما هم که دیگه پول نداشتیم اومدیم بیرون، گفتیم خب بریم بیوفیزیک کار کنیم، حالا که ما میخواستیم بعد دکترا بریم، قبل دکترا. من اون موقع تازه 2 سال من اومده بودم، خانومم از ایران اومده بود، داشت با یه استادی چیز کار میکرد، کرایوئم کار میکرد، بیوفیزیک کار میکرد. بعد استاد خانوم من چیز من بود، اون نماینده دانشگاه توی کمیته داوران پروسپکتوس من بود، یعنی من هم شما همسراتون فعلا تا اینجا نقش موثری توی بیوفیزیک خوندنتون دارن. خیلی بعد من و دوستم، دو تا استاد بودن توی این دپارتمان، من و دوستم جور پیاده رفتیم توی این دپارتمانه، سی‌وی رو دادیم به این دو نفر، گفتیم که ما میخوام بیایم اینجا پی‌اچ‌دی‌مون رو کار کنیم. خوبیش این بود که دپارتمان فیزیک به ما TA میداد به صورت گارانتی شده و ما میتونستیم بدون اینکه پول بگیریم یه مدتی کار کنیم، به خاطر همون سخت نبود که نخوان ما رو بگیرن، پول احتیاج نداشتیم. هیچی، دوست من رفت تو اون یکی گروه، من رفتم تو گروه خانم امینا و استاد خانمم کار کنم و همین جوری شد که 8 سال پیشتیم طول کشید، هفته پیش فرمو تحصیل شدم دیگه، 3 سال مغرب کار کردم، 5 سال اینجا. خیلی هم خوب. خب پس توصیه ما به همه عزیزان، اگر دوست دارید به فیزیک زیستی وارد بشید، باید تو انتخاب همسر انتخاب کنید. خیلی خوب. اوکی، پس الان هم که دکترا دفاع کردی و دنبال پست‌داک میگردی توی آمریکا. دنبال پست‌داک میگردم الان، این درخشید این الان دارم برام بلیت میگیرن که فردا برم سان دیگو دنبال پستاک. ببین من قرار بود پیش استادم بمونم، منتها مسئله اینجاست که من برای گرین کارت اقدام کردم، نمیتونم OPT بگیرم، نمیتونم فرصت محدود ویزایی بگیرم، باید برام ویزای H1B بگیرم. بعد FSU من گفته بود که ما برات ویزا میگیریم، تو 6 ماه بمون بعد برو. بعد یه هفته قبل از دفاع هم FSU بهم گفت که راستی ما ویزاتو نمیگیریم. بعد واسه همون منم دنبال پستاک نگشته بودم، چون میخواستم که موقع پستاک بودن دنبال پستاک دیگه بگردم. همه چیم ستاپ کرده بودم، پروژه هم دارم تموم میکنم، یعنی این پروژه اولیه رو دفاع کردم، دومیه رو دارم تموم میکنم که برم. هیچی، اونم گفتن که نه دیگه، چون قرار نیست 3 سال بمونی ما نمیتونیم برات ویزا بگیم. و گفتم که من می بهتون گفتم ویزا میخوام، اینو اون موقع به من میگفتین، من میرفتم که پیدا میکردم. بعد از اون برم سازمان مهاجرت اجازه کارم رو نمیده، الان هم که دارم اینترویو میکنم به شرطی میتونم کارم رو شروع کنم که اجازه کارم رو بدن، اگه ندن باید بمونیم اینجا و به قانونی نمیتونیم کار کنیم.
من باید این قسمت از من بابام خیلی بابای من هنوزم که هنوزه میگه چرا تو نرفتی آمریکا دکترا بخونی و اصلا تو کتش نمیره که فنلاند هم جایی که میشه دکترا خوند. تو هم هی میگه خب پدر اجازه بدید من توضیح بدم. اصلا نه یه دیدگاهی هست که هیچ جایی به جز آمریکا حساب نیست. به حالا فنلاند هم جزو اون جایی که مثلا کلن توی ایران کم به گوشه مخورده. تنها چیزی که یاد نوکیا میفتن مردم واسه همینه که تا به یکی میگه فنلاند رو نگاه میکنه دانشگاه هم دارن به خدا رو اینجوری نه برمیگرم بهم میگم آمریکا رو خوبی داریم. من چند تا از دوستام شنیدم بهشون که مثلا من آلمانم آمریکا نتونستی بریم چرا ولی خوبه که مردم بدونن این مشکلات توی آمریکا هست. حالا بعدا راجع به اینم حرف میزنیم. بالاخره هم قسمت مهمیه و یک جورایی من هر موقع با بچهای آمریکا حرف میزنم یاد میافتم که یه ایران پولداریه اونجا فقط و قوانین مسخرش برای ایرانیا قشنگ این ایرانه. اوکی شالله که حالا بری جایی که واقعا اولا پول خوبه بهت بدن دوان خوشحال باشی. حالا بقیه چیزا رو یه جورای تیم دارم میشه حل کرد. حسین جان سوالی دیگه نوبت شماست. بله دیگه. خب منم من زندگی من کلن یه جوری شبیه رونالدینیو، یعنی پاسای رونالدینیو میدادم همیشه، به این ور نگاه میکردم اونوری پاس میدادم. من شاید یکی از کسایی باشم که انرژی هسته حق مسلمه ماست تو زندگی من خیلی تاثیر گذاشته. اون موقع که من دبیرستانی بودم اوج این داستانای انرژی هسته‌ای و چه می‌دونم اون سالای اوایل دهه 80 81 82 اون موقع که من دبیرستانی بودم خیلی بحث این داستانا داغ بود و همه جا انرژی هسته‌ای بود و ما هم جوون کلمون داغ. خلاصه اینا رو که میشنیدیم مثلا هیجانی میشدیم که بریم ببینیم این چیه، این که دارن میگن نباید داشته باشیم چیه که نباید داشته باشیم، بریم داشته باشیم اینو. البته الان خیلی فرق کردن با اون داستان ها. میخوام بگم که ته داستان کلا برمیگرده یه سری چیزای دیگه میشه. ولی خب اون موقع من خیلی هیجانی بودم روی فیزیک، یعنی فیزیک رو به عنوان یه چیز خیلی عجیب غریب مثلا حس میکردم و خیلی هم بهش فکر میکردم و دیگه سر کلاسشم خیلی سعی میکردم مثلا چه میدونم اکتیو باشم، همه سوالا رو جواب بدم و چه میدونم کلا فیزیک رو به عنوان یه درس جداگونه. من نه، من مرودشت یه شهر نزدیک شیراز، شهر خیلی دور افتاده. حالا ما فامیل داریم خب پس خوبه میشناسید شما. ولی من اون موقع خیلی چیز بودم، خیلی میگم که نسبت به این چیزا خیلی دنبال میکردم اتفاقا، یعنی کلا داستانا رو نگاه میکردم و دنبال میکردم تا اینکه موقع انتخاب رشته شد و ما انتخاب رشته کردیم. خب فیزیک یکی از اولویت ها بود، درسته بالاخره چیزم اولویت بود، انرژی میگم چیز مهندسی هم اولویت بود، ولی خب فیزیک هم یکی از اولویت های من بود که مثلا حتما بزنمش رشته، مثلا چیزی بود که میشه چشمام گرفته بود دیگه. آقا زد و اومدیم فیزیک. و بعد که اومدیم فیزیک، خود اول فیزیک برای من خیلی قشنگ بود، یعنی احساس میکردم که خیلی چیز قشنگیه و خیلی دارم توش پیشرفت میکنم و خیلی داستان دارم باش. ولی بعد از این مدتی که گذشت دیدم که نه، مثلا یه خورده این جو به قول معروف چی بهش میگم کچه برای چه، نه بچه های چیز بودن، بچه های یادم نمیاد اسمشون، انجمن اسلامی، بچه های انجمن اسلامی، اینا خیلی منو انحراف دادن. من رفتم تو این جعبه بچه های انجمن اسلامی دانشگاه، بعد اونجا اصلا کلن داستان فرق میکردم، گفت انرژی هسته‌ای برای چی میخواییم و اینا حرفا چیه، اصلا برای چی ما بگیم تحریم میشیم، برعکس بسیج و داستانی بسیج.
ما اونوری بودیم دیگه، یعنی فکر میکردیم که خب حالا دیگه اومده بودیم دانشگاه یه خود شش ماه باز شده بود که فهمیده بودیم که نه بابا اینا همش حرفای سیاسیه، نشستگی هم خیلی هم چیز نیست، حالا کلی داستان داریم باش دیگه. خلاصه به این نتیجه رسیدیم که نه بابا نشستگی و فیزیک و این چیزا خیلی چیز دندونگردی نیست. بعد دیگه یواش یواش اون موقع به فیزیک، به کار کامپیوتری خیلی علاقه من شده بودم، یعنی رفته بودم به سمت کار کامپیوتری و خیلی داشتم روی کار کامپیوتری وقت میذاشتم. بعد که دیگه رفتیم برای دوری ارشد، تو دوری ارشد دکتر اشتیادی هم اومده بود، حالا ما اینجا با فرنوش اینجا نقطه مشترک بودیم از اینجا شون. نه فرنوش اینا آره حالا ما دوره قبل بودیم، ما فرمشینی خود جلوتر از ما بودیم، ولی دکتر اشتادی نقطه مشترک ما میشه دیگه. من نمیستم دکتر اشتادی از اول که اومدنم سمت مسائل زیستی بودن، فکر میکردم خیلی ماده چگال کاره مثلا جریان اصلی طور بوده. نه ماده چگال نرم کار میکرد. آره ماده چگال نرم کار میکرد، ولی خب یه حوزه خیلی وایدی رو گسترش میداد، یعنی تو هر چی که میخواستی تو سبد این دکتر اشتادی پیدا میکردی دیگه. اون موقع مثلا یه دکتر، یه استاد جدید بود، تازه اومده بود از کانادا، خیلی بچه ها مثلا مرتاش و چه میدونم بچه دیگه هم خیلی هیجانی بودن که برن با دکتر اشتادی کار بکنن، ایده های جدید داشت، یعنی ایده های نو داشت و خیلی رو بورس بود اتفاقا اون موقع که ما بودیم. الان هست، یعنی امروز هم دکتر اشتادی یکی از استادای واقعا خیلی خوبه، ولی اون موقع اصلا کلا یه چیز دریچه جدیدی باز کرده بود توی فیزیک. خلاصه دیگه ما هم رفتیم اونجا، من بیشتر برای کار کامپیوتر رفتم اونجا. خلاصه یعنی من به خیلی زیست و این داستان رو خیلی دنبال نمی‌کردم، ولی رفتم اونجا که کار کامپیوتر انجام بدم. آره کاربورد کامپیوتر رو برداشتیم، بعدش رفتیم توی کاربورد کامپیوتر. اون موقع بیشتر مثلا همین کاری زیستی انجام میدادم با کار کامپیوتری، حالا شبیه سازی ها توی این هول و هوش بود. یه خلاصه اونجا حسین اشاره کرد، به نظرم خیلی تاثیر داشت اینکه کامپیوتر و کار با کامپیوتر علاقه اگه داشتی خیلی باعث میشد بری سمت فیزیک زیستی، چون تقریبا جز اولین رشته هایی بود که خیلی جدی داشت استفاده میکرد از کامپیوتر، شبیه سازی و غیره. مثلا منم خودم خاطرم پس زمینه کامپیوتر رفتم، خیلی این دلیل رو داشتم. اصلا کلا غیر از اون دو دانشگاه شریف یه جو سنگینی نسبت به کامپیوتر وجود داشت بین استاد قدیمی، کسایی بودن که اصلا کلن کامپیوتر و کاری کامپیوتری رو کلن حساب نمی کردن، می گفتن آقا فقط باید رو کاغذ بنویسی در یه درایف کنی، یعنی این تنها راهشه، هیچ راه دیگه وجود نداره. خلاصه این به قول معروف یه انقلابی بود توی دانشگاه که آقا بریم این سمتی، یکی میگه بیاد پیش من مثلا با من کاری کامپیوتری انجام بدید. و خلاصه این خیلی هیجان انگیز بود اون موقع برای ما که بعد آوانگارد اونجا... یعنی عرصه بود. آره ما که نه، ولی خب بقیه شروع کردن، ما پشت سرشون رو حرکت کردیم دیگه. خلاصه رفتیم اونجا. بعد خب اولش فیزیک مقالات جامع، فیزیک چیز بود، ماده چگال نرم بود، بعد کم کم زیستم اومد وسطش و بهروز دستش در نکنه فرموش میشناستش، بهروز اسلامی رو اسمش هم اینجا اومد. بعد گروه آره این دیگه لیدر قسمت دی ان ای و این چیزا بود دیگه، ما رفتیم تو گروه، تو گنگ بهروز. بعد اصلا کلا چند تا گنگ بودن، گنگ لیکوید کریستال ها بودن، گنگ پروتئین فولدینگ ها بودن، گنگ دی ان ای ها بودن. بعد سر جلسه گروه دعوا میشد دیگه، گفتن شما بیشتر صحبت کردیم، ما بیشتر صحبت کردیم، کار شما به درد ما نمیخوره، کار ما به درد شما نمیخوره. این فضایی که به قول شما این گنگا تشکیل می شدن خیلی فضای خوبی بود، قبول داری؟ آره یعنی که مش آدم علاقه‌مند
گیر وای میستادن دور هم، بعد چالش بود رقابت. من به نظرم این شما واسه اون دوره از دانشگاه هایید که واقعا زمانی توی ایران که خوش میگذشت. آره اگه خوش گذاشتن رو این تعریف کنیم. آره وقتی اون موقع که تو این ماجرا بودیم یکم یه ایرادایی داشت، مثلا همینایی که حسین میگه که مثلا کارا انقدر تو گروه گسترده بود که ناشی از واقعا ذات ماده چگال نرمه که خیلی پوشش میده چیزای متفاوت رو، یکم موقع اذیت بودیم. یعنی دقیقا سر یه جلسه گروه مثلا 2 ساعت 3 ساعت می‌نشستیم و خب یه سریشون سرمون درد میگیره، هیچی نمی‌فهمیدیم و اینا داشتن کارشون توضیح میدادن. این یه ذره موقعا دردسر ساز بود، ولی خب خیلی چیزا هم کنار هم یاد میگرفت. خیلی خیلی من اصلا کلا میتونم بگم که نصف بیشتر چیزایی که ایده هایی که گرفتم تو همون جلسات بود، چون مثلا میدیدم لیکوید کریستال دارن چیکار میکنن، بعد مثلا همین نوع تقریبا با یه شکل مختلفیش مثلا روی حالا من اینا داستان رو اگه بنا دوست داشتیم توضیح میدم که این چقدر میتونه با هم دیگه وصل بشه. خیلی از هم دورن ها، لیکوید کریستال پروتئین فولدینگ دیگه خیلی از هم دورن. حالا ببین یا کن اینو میگی مثلا توی زمینه دی ان ای که داخل هسته مثلا حالا هسته سلول نگم، دی ان ای که داخل کپسول ویروس هست، خب این دی ان ای داخل کپسول ویروس که خیلی به شدت پکیده است، خیلی به شدت فشرده شده، این ربط بین این شکل‌گیری دی ان ای و یه لیکوید کریستال رو فقط تو گروه دکترشده میشه پیدا کرد. یعنی آرمان فتیزاده اومد بین این دوتا یه لینک ایجاد کرد، یه انقلابی شد. الان من بعد از اونا میگم کنن 10 تا مقاله دیگه اومده رو این زمینه کار کرده که چجوری ما میتونیم لیکوید کریستال رو، مثلا دیفکت های لیکوید کریستال رو با دیفکت هایی که توی مثلا این شکلگیری پروتئین، شکلگیری دی ان ای داخل این هسته این کپسول ویروس هست و میتونیم هم دیگه مثلا مپ بکنیم و مثلا کلی واقعا از یه جنبه هایی نگاه کنیم قدم دور نیست، چون که واقعا یه سری چیزهای اون پشت خیلی پایه، مثلا چه میدونم توی یه ماجرهایی که مایه های گذار فاز و اینا، یا نمیدونم این طول درصد. منظور من اینه که مثلا شما اگه تو آمریکا پروتئین فولدینگ کار کنی 100 تا کنفرانس هم بری یه نفر که لیپید کریستال کار کنه نمیبینی. آره از لحاظ چینش جامعه چیز میگن، جامعه کاری میگن. ولی اتفاقاً این خلاصه من چیزی بگم، این من قبل از اینکه بیام تو این برنامه تو راه خونه داشتم یه اتاق تو کلاب هاوس رو دنبال میکردم، موضوع این بود که آیا کیفیت دانشجوی ایرانی این مدت هی کم و کم شده. خب همه ما میدونیم جواب چیه، همه ما نمیدونیم چرا. خب کلاب هاوس برای اینکه بریم حیات به چیزی که میدونیم و تغییری هم نمیشه بدیم. این چیز خیلی مهم دقیقا به این برمیگرش که یک زمانی توی ایران مثلا موقع هم دکتر اشتادی جوان تر بوده، دکتر اشتادی هم هنوز هم سن خاصی ندارن بنده خدا، اما یه استاد جوان میتونسته و دانشجو هم راقب بودن که مثلا یه دونه یه نفر آدم بیاد گروه بسازه، یکی لیکوید کریستال کار کنه، یکی اینو کار کنه، بعد اون آدم هم حواسش باشه اینا رو قشنگ. این خیلی فضای مهمیه، چیزیه که الان خیلی از من خیلی استادای درست حسابی میشناسم دیگه اصلا طرف دانشجو نمیگیره چه بخواد گنگ داشته باشه. این سلسله مراتب خیلی مهمه، این که شما میگید یا آقا یه بهروزی بود دمش گرم ما از بهروز داریم اینو. این به نظرم من همیشه اینجا میگم، خان یارم اینجا یه جلسه‌ای بود و یه حرف جالبی زدن که ما دانشگاه رو میسازیم به عنوان یک ساختار فرمان که توش یک شبکه‌ای از روابط درست بشه که ما بهمون میگیم شبکه این فرمال و آدم و هر چیزی گیرشون میاد از اون شبکه این فرمال است و هر سنت حالا این اتفاق بیفته خیلی مهمیه. پس حسین جان شما خلاصه رفتید سمت دی ان ای و دکتراتون هم همونجا گرفت. منم دکترامو همون در راستای کار دی ان ای و شبیه‌سازی گرفتم. بعدش هم منم میخواستم مثل فرنوش میخواستم ایران بمونم، خداییش یعنی دوست داشتم ایران بمونم، بیاد حسی داشتم گفتم ایران باید بمونیم دیگه. من موندم بعدش هم دکتراتون چه سالی شروع شد؟ من دکترام سال 89 شروع شد، سال 94 تموم شد.
بعدش من اقدام کردم همونجا سربازیم هم رفتم، یعنی سربازیم و بنیان نخبگان رفتم. بنیان نخبگان بودم، پروژه داشتم آی پی ام. بعدش هم باز همونجا موندم، سعی کردم اونجا پستاک بگیرم ادامه بدم همونجا که دیگه نشد و دیگه بعد دیگه مجبور شدم، واقعا مجبور شدم که بیام از ایران بیرون. اولین پستاکی بعدشه یا چند تا قبل از اینم بوده؟ نه من اولین پستاکی که از کی گرفتم، یعنی بعد از سربازیم که تموم شد، یه دو سال سرباز بودم، بعدش دیگه ازدواج کردیم و در حین سربازی ازدواج کردیم. بعدش هم یکی دو جا تو ایران درخواست دادم برای پستاک، نشد. بعد دیگه اومدیم لیون فرانسه، الان دو سال اینجاییم و دیگه دمدمای تموم شدن پستاک اولیم. سلامتی، خیلی هم خوب. انشالله اگه همه چیز خوب پیش بره، من فکر میکنم اوایل آبان ماه من میام لیون واسه یه کنفرانسی، حالا اگر شد حتما شما رو ببینیم. حتما حتما. امیدواریم که کجا میای؟ ENS میای یا خود دانشگاه لیون؟ جاشون نمیدونم کی، اسم کنفرانس ما هست Complex Systems، بعد سی من اسم اینا رو حیقاتی میکنم، CCNS بکنم، و توی لیون برگزار میشه. نمیدونم راستش کی برگزارش میکنه، یعنی خود خیلی هم فاصله نداریم. آره بالاخره لیونه دیگه. آره لیون. آره خلاصه که حالا بیایم ببینیم که چی میشه. آره من اون موقعی هم که میخواستم این اسم شما رو، اسم یعنی انستولیون رو بگم، نم خدای با این اسم فرانسوی نمیشه شوخی کردن، رو یه جوری میایی بگی. آره اینا میگن خب خیلی خوب ONS ONS میگن ONS ONS لیون بود الان ONS ONS لیون. خیلی خوب، من میخوام راجع به این حرف بزنیم که بیوفیزیک بالاخره علم مدرنیه به نسبت از سمت فیزیک دونا، یعنی شاید مثلا از قدیمترا از نگاه زیست شناسا یه کمی سابقه اعمال این روش ها بیشتر بوده به گمان من نمیدونم. یه کمی راجع به این حرف بزنیم که مثلا توی این 100 سال گذشته بیوفیزیک چه تغییرهایی کرده، و حالا بریم سر اینکه خب این مسئله که شما کار میکنید روش کجای این پازل قرار میگیره، مسئله که حل میکنید چیه، بعد سوال ها چی هن، ابزار ها چی هن. یه چیزی هم که دوست دارم راجع به این حرف زده بشه، چون ما سوی برنامه ماده چگال گفتیم که این یک برنامه است برای ماده چگال سخت، اونی که بهش میگن ماده چگال نرم موکول میشه به چیزی که دیگه این روزا هم بهش میگن زیست شناسی، یعنی فیزیک زیستی. راجع به این حرف بزنیم که از دل ماده چگال هم چه جوری مردم رسیدن به این مسئله. دکتر فرنوش پاسخ میده. نمیتونم بگم انقدر رو میدونم ماجرا رو، ولی قضیه اینجاست که اولا اینکه ماده چگال نرم نمیدونم چقدر آشناس موضوعش برای حالا شما برای بقیه کسایی که دارن دنبال میکنن. ماده چگال نرم یه جورایی از اسمش تقریبا معلومه، قرار مواد نرم، اصلا اسمش به در انگلیسی سافت متره، به اون معنی هم نمیگیم ماده چگال نرم یا سافت کاندنس متر. این قضیه اینه که تمام سیستم هایی که یک جورایی میشه گفتش که ساختار ندارن، یعنی مثلا چه میدونم ساختار کریستالی یا هر چیز دیگه که تو خیلی از گرایش دیگه فیزیک بررسی میشه، به خصوص مثلا تفاوتش با ماده چگال سخت اینه که تو ماده چگال سخت دقیقا ما داریم سیستم های بلورید فلزات اینجور چیزا رو خواصشون رو نگاه میکنیم، اینجا چیزایی که ساختار ندارن. حالا شما میتونید از مایعات بگیریم که مثلا شاید اون شروعش اونجا بوده، مثل چیزایی مثل مایعات، مثل لیکوید کریستال و غیره، تا اینکه انقدر این گسترده میشه، چون واقعا خاطر شباهت اون چیزی که سیستمای کلا فیزیکی رو میسازه، همشون یه آخرشون پایه‌شون یه سری قوانین فیزیکه. اتفاقی که افتاده اینه که خب میبینی ای آقا این چیزی که اونجا داره جواب میده، این فرمالیسمی که اونجا داریم میتونه بیاد اینجا ترافیک هم توضیح بده، چقدر عجیب مثلا. بعد میاد مثلا نمیدونم حرکت پلیمر رو توضیح میده، از اون طرف مثلا میاد یه چیزی رو توی ساختار مثلا اجتماعی توضیح میده، نتورکایی که مثلا توی چیزای زیستی میبینیم یا توی چیزای فیزیکی میبینیم، یهو میبینی ای توی کارهای اجتماعی هم جواب میده. ماده چگال نرم یه خورده به خاطر همینه که فضاش خیلی گسترده
فرد است. یعنی که هر چیز بدون ساختاری رو که بیای نگاه کنی ببینی اینا یه چیزی اون پایه وجود داره و ما میتونیم با یه سری میگم فرمالیزم های ریاضی توضیحشون بدیم. و فکر میکنم خب اتفاقا احتمال خیلی زیاد اتفاقی که افتاده دقیقا از دل ماده چگال نرم که به خصوص بررسی پلیمر بوده. یعنی تو هم بگم احتمالا اول چیزایی مثل بررسی مایعات خیلی زود خوب افتاده دست مهندسای مکانیک، خیلی بیشتر از ما چیز بلدن تو شاخه و اینا. ولی مثلا پلیمر چیزیه که تا همین اواخر هم هنوز دست فیزیکیاست. خواص پلیمر رو بررسی می‌کنن به عنوان یک واقعا سیستم ما میگم بدون ساختار. و از اونجاست که چون پلیمر بررسی شده، پلیمرها خب خیلی هاشون زیستی هم دیگه و اینجاست که دیگه سوالا زیستی شده به شدت. حالا اونجا ما داریم یه مثالی که همیشه واسه پلیمر بلدم، میگم این کشایی بود که قدیما که پول بود می‌انداختیم دور پول. من به آدم ها میگم پلیمر، میگم پلیمر چیز عجیبه نیست، تو همون کشه هست یه جوری. نه یه کتابی هست آدم خیلی معروفی که شاید میشه گفت یه جورایی درست اگه بگم میگفتن پدر سافت متره به دوژن دوژن خیلی معروفش، دقیقا با همین نگاه خیلی خیلی قشنگه این کتاب و دقیقا با همین نگاه ها تو خیلی با میاد از یه کش از یه ریسمان توصیفی که مثلا ما در زندگی روزمره ازشون داریم شروع میکنه، بعد میره کم کم قوانین فنومنولوژیکال روشون میده، بعد تبدیلش میکنه به سری قوانین ساختار یافته تر. این و فکر میکنم من نمیدونم واقعا بگم تاریخش رو خوندم این نیست، ولی حدسم اینه که احتمال خیلی زیاد از اینجا شروع شده و رفته به سمت اینکه خب این سیستم‌های نرم خیلی خیلی خیلیشون میگم علوم اجتماعی یا فیزیک اجتماع هم از همینجا شروع شده، دقیقاً یه جورایی از دل ماده چگال نرم در اومده و به اضافه حالا چیزایی که در نتورک هست، ولی من فکر میکنم یکی از دلایلی بوده. و حالا شما کارتون کجای این داستانه، خصوصا که شما یک کلمه جدید دارید میگید من بیو اینفورماتیک کارم، این یعنی چی بیو اینفورماتیک؟ حالا اینو یه مثلا 20 سال پیش این کلمه اینفورماتیک خیلی بورس بود، بعد هی هم یه چیزی بهش میچسبونن بیو اینفورماتیک، نه چی اینفورماتیک اره کامپیوتر اومد دیگه. حالا من دارم فعلا بحث منحرف نکنه چون یه خورده داستانمون فرق میکنه. حالا تو همین ماجراها قضیه یه از هم وقتی که دقیقاً کامپیوتر اومد، خب روز به روز ما به سرعت تونست بشر تو همه زمینه‌های علم پیشرفت کنه، داده خیلی زیاد شد و واقعا شاید یکی مثلا تو فیزیک هم تو که میدونی مثلا تو شاخه ذرات و انرژی بالا اینا که چه حجم عظیمی از دیتا اونجا داره تولید میشه و مردم سعی می‌کنن تحلیل کنن، این برام تو بیولوژی به طرز وحشتناک، یعنی من نمیدونم مقایسه کنم، شاید حداقل از نظر تعداد مطالعه، نمیدونم از نظر حجم دیتا، تعداد مطالعه مطمئنا توی بخش بیولوژی خیلی خیلی بیشتر داره دیتا تولید میشه. و اگه بخوام بگیم حالا چرا این وسط یهو فیزیک اومد توی کار، این تحلیل داده ها نیاز داره به یه سری ابزار ریاضی. خب ریاضی دانا که همیشه دارن اینا رو تولید میکنن و اینا، ولی میدونیم اینا و آدمای که کار ریاضی میکنن بنیادی دقیقا کاغذ قلم و کاغذ و فرمول خیلی علاقه با این که برن حتما توی اپلیکیشن علاقه ندارن، این فرمول رو میدن وسط هست مقالهشون هم بشه به سختی میشه خون، یه بیولوژیست که اصلا ازش سر در نمیاره. من احساس میکنم فیزیکدان ها یه جورایی شدن پل بین اینا و اون روش های تحلیل داده ای که اونجا داشت تولید میشد. فیزیکدان ها کلن به پدیده علاقه دارن. حالا این پدیده مثلا قبل از اینکه میگم شریف نمونه خوبیه، قبل از اینکه دکتر اشتادی بیاد علوم زیستی بیاره، دکتر رحیمی تبار تو دانشگاه اومد و تحلیل داده رو آورد که دیتاهایی که به صورت بخصوص رفتار استوکاستیک دارن اینا رو چطوری میشه تحلیل کرد، مدل کرد، توضیحشون داد. و این اتفاق افتاده که الان این دیتا ها رو یه آدمایی باید بتونن تحلیل کنن. آدم ها معمولا در ریاضی و فیزیک اون دانش رو دارن، اون پس زمینه دقیقاً علمی که لازمه برای این رو دارن که بیان متد تولید بکنن برای این تحلیل این داده ها و بعد اینا میرنش دست بیولوژیست ها. یا انفورماتیک یه جورای دوباره این وسطی یه پل دیگه، یعنی دیگه از فیزیک خارج میشن، از ریاضی خارج میشن، سعی میکنن یکم بیشتر بیولوژی بدونن، بیشتر یعنی از اون برم که میدونن ریاضی و فیزیک و آمار رو، در واقع میشه با پایه کارشون ریاضی و آماره.
آدمایی که بیوانفرماتیک کار میکنن کارشون تحلیل داده است با استفاده از روش‌های ریاضی و آماری. و بیوانفرماتیک خیلی خیلی الان چیز مهمیه، چون هر چقدر دیتا بیشتر میشه شما نیاز به روش‌های جدید دارین برای اینکه اینا رو بهتر تحلیل کنین. میگم وقتی روش تقریبا استبلیش میشه تحلیلش میدی به بیولوژیست که ازش یه دونه پکیج در میاد خودشون میتونن بزنن، ولی دوباره خب دیتا ها حجمش میره بالاتر، نوعش فرق میکنه، میبینی که روش قبلی خطا داره و غیره، و خب هی دائم باید این روش ها رو تو با اون دانشی که از ریاضی داری بیای اضافه کنی. من فکر میکنم نمیتونم بگم بیوانفرماتیک واقعا مستقیم به فیزیک مربوطه، ولی خب خیلی از بچه های فیزیک میان بیشتر به ریاضی و آمار مربوطه. ولی من کاری که میکنم یک بخشش بیوانفرماتیکه که گفتم قصهش به نظر من چیه، و یکی هم مدلینگ سیستم های زیستیه که این دیگه واقعا کار بیشتر بچه های فیزیکیه، یعنی فیزیکی ها آوردنش اینجا. خیلی هم راستش رو بخواین بیولوژیست ها در برخورد اول پذیراش نیستن، یعنی زیادی به نظرشون فرمیده که ما فیزیکی ها یه قابلیت خیلی خیلی خاصمون اینه که این رهیافت چی بهش میگیم ریداکشنست اپروچی که داریم که همه چیزو کوچیک میکنیم، آخرش همه چیز باید فیل برمای توپه داره در تقریبا یه دیکوره هست که داره حرکت میکنه، مریضی حالا اگه لازم شده چهار تا پا هم بهش میزنیم بفهمیم حالا چطوری ممکنه خیلی میخوره این مرکز سخنش. این اتفاق باعث میشه که وقتی میایم تو بیولوژی ساده سازی زیاد انجام بدیم، ساده سازی خیلی به مذاق بیولوژیست خوش نمیاد، ولی خب خیلی هم کمک کننده است. یعنی چیزی که باعث میشه گام به گام هی بپذیرنش اینه که میبینن جواب میده، مدل ساده میکنید اون قسمت اصلیش رو میگیری. اینجا اونجایی که دیگه داری واقعا سیمولیشن میکنی، کار دیتا به اون معنی نیست. این کار رو هم من میکنم که خیلی خیلی شبیه اون کاری که تو بیولوژی تو فیزیک میکردیم. حالا قوانین فرق میکنه، سیستم فرق میکنه، خورده باید سعی کنین دست چون سیمولیشن کلن اینه دیگه، من این سری رول دارم، یه سری قاعده دارم، اون قاعده ها دارن کنار هم کار میکنن تا این نتیجه بگیرم. این حالا سیستم رو تو باید بشناسی و قواعدش. من الان کاری که میکنم این دوتا کار در کنار بیوانفرماتیک و مدلینگ سیستم. پس شما کارتون تجربه نیست، بیشتر کار تحلیلی و محاسباتیه، یعنی از جنس مدل سازی و کار با داده است. من الان خیلی خیلی با بیولوژیست‌ها در تماسم، با تجربه کارن، خودشون قصه جالبیه، میشه در موردش حرف زد، ولی خودم همچنان کارم هر روز پشت کامپیوتره، من هیچ کار تجربه نیم، من دیتا رو میگیرم با اون کار میکنم. سیستمی رو مدل میکنید حالا؟ ببخشید این مدلی که دارین درست میکنین چه سیستمی دارین مدل میکنین؟ راستش رو بخواین یه خورده کاری که اینجا من کردم باز دوباره شاید شبیه اون ماجرای قضیه دکترامون، یه خورده گروهمون در دانشگاه وضعیت خاصی داره، تنها گروه بیوانفرماتیک و کامپیوتشنال بیولوژی توی دانشگاه تو دانشکده بیولوژی هستیم. اتفاقی که میافته اینه که خیلی کارمون گسترده است. از همونطور که گفتم گروه زیستی تو این دور زمانه دیگه خودشون تقریبا میشه گفت نفری یه دونه پستاک حداقل بیوانفرماتیک دارن تو گروهشون، کار دیتاشون رو براشون انجام میده. اون موقعی که دیگه میبینن این روشایی که دارن به درد نمیخوره، دیتا در نمیاد، از اون بعد آزمایش گرون، آخرش میبینه از آزمایش هیچ چیز در نمیاد، این دوتا جدا نمیشن از هم، کنترل و مثلا این چه کاندیشنی که داشت، یه اون میاد از به دامن ما آقا تو رو خدا بیاین دیتا رو نجات بده. بعد اونجاست که مثلا خب ما یه جورایی داریم سرویس میدیم به گروه ها. این گروه ها از گروه های اکولوژی هستن که اینجا دانشگاهی که ما کار میکنیم خیلی خیلی قویه تو زمینه آب و محیط زیست و آب شاخه همین شاخه‌هایی که به این مربوط میشه یه جورایی داره. مثلا گروه‌های اکولوژی که هستن خیلی هاشون دیتاهای مربوط به آب دارن، حالا اون میکروارگانیزم‌های توش، ماهی ها غیره، ما از دیتاهای اینا داریم تا دیتاهای ماکروبیولوژیستا تا گروه‌هایی که ایمونولوژی کار میکنن و سرطان. اینا خب روش ها تقریبا یکیه دیگه، به ما میدن، ما حالا اینم یه ماجراست واسه خودش، اون از اون لحظه که میاد شروع میکنه برای تو توضیح میده و تو عمرت اصلا هیچ نمیدونی اصلا اون مثلا مکانیزم های ساب سلولار چیه، زیر سلولی چیه،
تو با تا اینو بفهمی، بعد بخوای دیتا رو بگیرید، اونی که پترنی که میخوان از توش در بیارن برای خودت داستانی، تو همش باید یاد بگیری هر لحظه. اینا خلاصه یه چیز مهمیه. کار کردن با آدمایی که از شهر دیگه خیلی مهارت های دکتر اشتاد، گروه دکتر اشتادی مثل دیگه خیلی به درد میخوره اونجا. خیلی به درد. و این دیتا هاست که خیلی تنوع داره، ولی مدلینگ یه خورده تقریبا من مدلینگ رو واقعا با چنگ و دندون نگه داشتم تو کارام، چون گروهمون خیلی میگم بیشتر کار بیوانفورماتیک میکنن، من علاقه‌مندیم به مدلینگ. مثلا از مدلایی که کردیم مدل خیلی پایه که نگاه کنیم به اینکه اصلا تنوع زیستی چطوری داره توی دنیا ایجاد میشه، توی سیستم در نظر بگیر این تنوع، چون یکی از سوالای خیلی خیلی اساسی تو بیولوژی اینه که تنوع چرا تولید میشه و چرا میمونه، نباید بمونه، نباید انقدر سیستم زیستی متنوع باشه به خاطر یک سری قوانین پایه‌ای. ما مثلا مدل برای این دادیم که خیلی پایه‌ایه، تا اینکه مثلا مدلایی که برای سیستم‌های مثلا سرطان که این اواخر من تقریبا رفتم دیگه سمت اون، و داده‌هایی رو که آزمایش‌هایی که آدما می‌کنن تو دانشگاه، تو میونی کلینیکوم، بیمارستان متعلق به دانشگاه، داده‌هایی که اونا دارن، آزمایش‌هایی که می‌کنن، ما سعی می‌کنیم براش مدل بسازیم، یه خورده بفهمیم اون پایین داره چه اتفاقی می‌افته، میگم اون سیستم‌های زیرسلولی، سیستم ایمنی داره چی کار می‌کنه، سیستم مثلا میکروبیوم چی کار می‌کنه، اینا چجوری کمک می‌کنن به اینکه سرطان رو بتونیم درمان کنیم، اینا مثلا آخرین کارهایی که دارن می‌کنن. خیلی گسترده زیاده، چون میگم روش ها تقریبا یکیه، سیستم عوض میشه تو سعی میکنی ادابت کنی. فرق یه چیزی گفتی، اینو ما یه بار دیگه هم راجبش حرف زدیم، برای این اینه که من میخوام بفهمم اون پایین چه خبره، و به نظرم این اصلی ترین جاییه که ما فیزیکی ها با داده کار میکنیم، آماری ها با داده کار میکنن، خود زیستی ها هم با داده کار میکنن، اخیراً آقایون ریاضیدان هم حتی با داده کار میکنن. یعنی ما از اون طرف اصلا یک چیزی داریم که خیلی هم امروز چی میگم پرتمطراقه به اسم ماشین لرنینگ و یک عالم ابزار آماری و خانم های من ریاضی. بله بله، من و خانم های ریاضیدان، من پوزش من رو بپذیر. این خیلی چیز مهمیه، راجبه اینم یکم به اون بگو، چون الان بحث اینجایه که فرق یه فیزیک دون وقتی کار با داده داره و مدل سازی میکنه با یه کسی که آماریه چی؟ خب بالاخره اونم یه تکنیکای بلده. چرا ما مهمیم؟ چرا ما به درد میخوریم؟ و اصلا فایدهش چیه؟ الان مگه آره مثلا الان همه میگن دیگه هوش مصنوعی اومده همه چی رو حل میکنه میره، الان ماشین لرنینگ اومده دیگه اصلا فیزیک دونا رو بریزیم تو دریا، آیا واقعا ما رو میریزن تو دریا؟ یه چیزی بگم، یه خورده این چیزا الان ممکن تو آدمایی که اینجا دارن گوش میدن آماری کار باشه، نمیدونم فیزیکس باشه و غیره، یه خورده ما فیزیک خیلی خودمون رو تحویل میگیریم، یه نگاهی داریم به مسئله ها که خودمون درکش میکنیم و چون میفهمیم داره یه جورای ماها بلدیم یاد گرفتیم بیگ پیکچر داشته باشیم از یه مسئله و در این حال کاهشش بدیم به اون مکانیزم های اصلی که توش هست، این واقعا چیز آسونی نیست. واقعا من وقتی خصوص با بایولوژیست رو کار کردم فهمیدم که این یه جورای ترینینگ میخواد، یه جورایی باید آموزش ببینی برای این نگاه، این مسئله فرهنگی. آره دقیقا، مسئله خیلی پایه‌ای فرهنگی و بعد اتفاقی که میفته اینه که این نگاه خیلی کمک میکنه دقیقا برای اینکه تو سیستم رو بتونی به حال به عبارت مدل کنی. این خودمون چون میفهمیم بعد میبینیم ای بقیه نمیفهمم، آقا من یه چیزی دارم میبینم تو نمیبینی، خیلی شما خیلی اصلا نمیفهمی، معمولا خیلی خودمون رو جدی میگیریم و از خودمون تعریف میکنیم و اینا. مثلا این خیلی جالبه، خیلی از استادایی که حتی اومدن تو گروه بیولوژی اگه فیزیک خونده دانشجو فیزیکی میگیره، چون اینا میفهمن ما چی میخوان، اون بیولوژیست اونطوری نمیفهم. یا حتی من در شرکت ها دیدم کسی که فیزیکه و فیزیک خونده و رئیس شرکت شده فیزیکی میگیره، فقط به نظرش اینا میفهمن. بعد این نکته هست، یه خورده حالا زیاده خودمون هم تحویل بگیریم، ولی فکر میکنم رمز موفقیت همین بوده که ماها میتونیم تصویر رو یک چیزو از دور نگاه کنیم و بشکنیمش، بشکنیم به اون ساختارهای پایه‌ای. تقریب زدنه بود که پدرمون هم در می آورد مسئله ها رو که حل می کردیم، این که بتونی تقریب بزنی اون سیستمی که داری بررسی می کنی به چیزهای پایه‌ای تر،
این خیلی کمک میکنه و این همونه که من فکر میکنم نمیتونه ماشین جاشو بگیره. گرچه خب روشهایی دارن، خود همین فیزیکی ها و آدم های ریاضی و اینا دارن بالاخره همین رو منتقل میکنن به ماشین. روزی شاید خواهد رسید که ماشین این کار بکنه، من نمیدونم، ولی اون باز دوباره این نگاه ماست که اونو به ماشین میده. چون اینو فهمیدیم میتونیم شاید در آینده کاری کنیم که ماشین هم همین کارو بکنه. ولی فعلا حداقل اینه که به عنوان یک آدمی که در این زمینه آموزش دیده تونسته این شکستن رو انجام بده، شکستن یک چیز پیچیده به قسمت های پایش رو انجام بده، واقعا کاری که میتونیم بکنیم که من به نظرم خیلی ها نمیتونم، خیلی از رشته ها نمیتونم. مثلا بایولوژیست های خاصیتی که دارن اینه که دقیقا برعکس وحشت دارن از حذف کردن یک تیکه از سیستم. بهش میگه آقا مثلا این الان به نظرم مهم نیست، اینو به کنار. نه به نظر من میشینه برات میگه اصلا میگه نه من میدونم این میره اونجا اونو فعال میکنه، این میاد اینجا باعث میشه این اتفاق بیفته. میگم خب آره حذفش هم میکنید، اصلا این خیلی سخته براشون. یعنی کاملا از اون طرف اونا یه نگاه دیگه دارن، سعی میکنن سیستم خیلی کامل با هم ببینن، که خب نتیجهش هم اینه که به نظرم اون جنس مدلایی که مثلا یه فیزیکی میتونه تولید کنه رو اونا هیچ وقت نمیتونن تولید کنن. من یه مثال آموزششون هم برمیگرده دیگه، ببخشید آموزششون هم برمیگرده دیگه. شما اگه تو آموزشت به یه چیزی خیلی تاکید شده باشه، بعدن که به مدل نگاه میکنی اون یه چیزو حتما خیلی مهمتر میبینی، نمیتونی بلش کنی. آره ببخشید حسین جان پیدا واسه نه خواهش میکنم. من یه مثال دارم در مورد همین چیزی که الان فرنوش صحبت کرد. ببینید توی ساختار تکامل ما اگه بخوایم بگیم پایه ترین موجود زنده یه باکتریه دیگه، درسته؟ از اون طرف خودمون رو به عنوان پیشرفته ترین موجود زنده میشناسیم دیگه، یعنی حداقل این ادعا رو میکنیم که انسان یک سیستم با تعداد زیادی سلوله که خیلی پیشرفته است و داره کارهای خیلی عجیب غریبی انجام میده که مطمئنا با باکتری خیلی فرق میکنه، درسته؟ حالا من همیشه تو این بحثا وقتی میشه من براشون برای آدم ها یه مثال میزنم، میگم که این دو تا سیستم خیلی با هم فرق نمی کنن نظر فیزیک دان. چرا؟ یه مثال خیلی ساده، فرض کنید یه تجمع خیلی زیادی آدم مثلا توی تظاهرات شما در نظر بگیری، توی یه مثلا مسابقه فوتبال در نظر بگیری، یه جا یه این وسط مثلا یه اتفاق میفته، مثلا حالا یه اتفاق بد یا اتفاق خوب، حالا مثلا چه میدونم یکی داد میزنه آقا آتیش مثلا همه میخوان فرار کنن، یا اینکه نه مثلا یکی اون وسط میگه من نظری دارم مثلا چه میدونم قضا دارم همه میخوان بلند شن بیا اونجا مثلا اون قضا رو مثلا بگیرن مثلا چیز کنن. این سیستم رو در نظر بگیرید، رفتاری که این ایندیویدوال ها این آدم ها انجام میدن. حالا فرض کنید بریم توی یه سیستم دیگه که همه باکتری هن. خب بعد این وسط یه سورس غذا ایجاد بکن، مثلا چه میدونم یه جایی یه مثلا یه مقداری شکر مثلا بریز اونجا، این پخش میشه دیگه، حالا به یه ترتیبی به یه سرعتی توی با یه موج این اطلاعات پخش میشه، همه متوجه میشن بعد از زمانی که آقا اینجا یه غذایی هست همه بریم اینجا. بعد بیا اینو از بالات فیلم برداری بکن، چه اون سیستم انسانی رو فیلم برداری بکن، یه بارم سیستم باکتری رو فیلم برداری بکن، بعد بیا به جای هر کدوم از اینا ببخشید من داره شارژم تموم میشه باید بزنم بشار این تموم بکنم. از سیستم انسانی، خب انسان دست داره پا داره، باکتری اصلا میکنن یه چیز داستان دیگه است، ولی تو بیا اینا رو بردار به جاشون یه دونه کره بذار، یه دونه دایره بذار، یعنی به جای هر کدوم از اونا یه دایره بذار که نتونیم متوجه نشیم مثلا الان این باکتری یا انسانه. بعد وقتی رفتار اونو نگاه میکنی، من حاضرم واقعا این کار انجام بدم این دوتا رو بذارم کنار همدیگه، بگم که میتونی شما الان تشخیص بدی به یه آدم تشخیص بدی که کدوم یکی از اینا رفتار انسانیه، کدوم یکی از اینا رفتار باکتریاییه. رفتار جمعی مستقل از اینه که اون جزئیات مربوط به آدم بودن باکتری، یعنی اون جزئیاتی که مربوط به هوشمندی رو میریزیم دور، این رفتار تمام... بزرگ مقیاس رو من خیلی ساده توصیف میکنم. دقیقا تمام اون رفتارهایی که ما فکر میکنیم خیلی هوشمندانه است و متمدنانه است، اونا همش انتگرال گرفته میشه روش میره، فقط رفتارهای بیسیک ابتدایی ژنتیکی غریزی که همونجوری که باکتری داره ما هم داریم،
اون رفتار میمونه تهش. از نظر فیزیکدان این دو تا سیستم یکی هم، ولی از نظر یه بیولوژیست اصلا کلن انگار که آره چون اون خب که آره مسئله اینه که چی بهش میگن level of description، این که ما داریم کجا نگاه میکنیم به مسئله خیلی مهمه. یعنی همون آدم ها همون لحظه نمیتونیم ما واقعا فکر و ذهنش رو بفهمیم، ولی خب واقعا اونا جزئیات نامرتبطی برای این مسئله. ما توی این مسئله میخواییم یه چیز خاصی رو حل کنیم که خب حالا با یه سری تقریب هایی خیلی هم خوب در میاد. یعنی ما وقتی میخواییم بازار بورس رو نگاه کنیم دیگه زیاد کار نداریم. آلبرت آینشتاین تو این جمعه، عباس کرمی تو این جمعه، یا مثلا یه آدم که اصلا از هیچ جایی خبر نداره فقط یه عالمه پوله، ما میگیم نه یه دقیقه این جزئیات ریز رو بذاریم کنار، یه سری اصطلاحاً ایجنت داریم که تحت قوانینی دارن برهم کنش میکنن این میشه. و چون حالا من فیزیک دارم تعصبی ندارم که سیستمم اسمش چیه، خیلی راحت اینها رو باش کار میکنم و این بنظرم خیلی هم هیجان انگیز. من یادم یه بار امیر کبیر رفتم یه جای من خب کارم کلا راجع به فیس ترانزیشن، بعد داشتم یه جای یه فیس ترانزیشن رو توضیح میدادم که آقا شما یا میتونید دموش باکتریو بریزید نشون میکنن چرخیدن، دوست نداشتید بیاید دموش ماده مغناطیسی بریزید، بعد بازم اینا یه کار میکنن. من که فیزیک دونم به اون باکتری از این به بعد میگم اسپید، حالا شما ناراحت میشی بشو، ولی تا کار هرچی خواستی من بهت میگم، بعد آخر سطح برای دیکشنری بذار با اسپید من رو ترجمه کن به باکتری اینا ترجمه کن به اون. ولی در حقیقت این چیز خیلی مهمی. خب حالا این وسط شما با دی ان ای اینا چی کار میکنید؟ این به کجاش ربط داره این کاری که شما و اسم چیزی که روی پوستر برای شما نشین میشید ساختار مکانیکی کروموزوم و دی ان ای. یعنی شما مثلا وقت میذارید روی این که ببینید استحکام این ساختارا چه جوریه، مسئله مورد مطالعه شما چیه؟ من فکر کنم از حمید رضا جان پریدیم، من زدم تو صف. نه ما نه نه هنوز نه. من موضوع خیلی با کار شما فرق داره، من باید بعد از شما شروع کنم. خب من ببین ما حالا کلن میخوام میگم که فیزیک دانو دوست دارن همه چی رو توضیح بدن، یه ادعایی دارن حداقل که آقا ما میتونیم همه چی رو توضیح بدیم، فیزیک علم طبیعت هست و هر چیزی که در طبیعت هست پس ما میتونیم توضیحش بدهیم نقطه تمام. خب این با این ادعا و با این باد توی قبقب، خب مثلا توی زیست شناسی گفتم خب بری کنار، هر چی که هست هر مسئله هست بدید ما انجام میدیم براتون دیگه، مشکلاتتون رو ما بگید هر چی هست عکس بدید جنازه تحلیل. آره با این نگاه اومدن اینجا. البته یه بخش دیگه هم هست و ببین همیشه قسمت مالی همیشه یه بحث مالی توی داستان، همیشه خودش یک فورسی هست که شما رو میبره به یه سمتایی. تکرام باکتری هست. آره وقتی فیزیکدان میبینه که این همه فیزیک خوندم کوانتوم خوندم کار ندارم، خب برم مثلا یه ذره زیستم بخونم یه ذره کامپیوترم بخونم، بعد اون موقع کار پیدا میکنم. بعد چه کاری داره، بالاخره اینا هم یاد میگیرم دیگه. حالا من که فیزیک تونستم بخونم یاد بگیرم، کامپیوتر دیگه چیه دیگه، چه میدونم زیست دیگه. دختر و پسرش که فرق نداره، مهم اینه سالم باشه. آره حالا اومدیم اینجا، بعد که اومدیم اینجا حالا من چیکار میکنم؟ ما یه بخشی از این داستان، بخشی از این دنیایی که به قول معروف بین رشته‌ای ایجاد شد بین فیزیک و زیست شناسی و در کنارش هم کامپیوتر، یه سه تا ضلع مختلف یا سه تا جای مختلف اومدن با هم دیگه ترکیب شدن و این رشته‌ای که الان ما اسمش رو می‌ذاریم کامپیوتیشنال بایوفیزیک که هر سه تاشو توش داره، این ایجاد شد و ما تو این زمینه داریم کار می‌کنیم. چیکار داریم می‌کنیم؟ کاری که انجام می‌دیم اینه که ما می‌دونیم که مولکول دی ان ای، رشته دی ان ای مولکول خیلی مهمیه و اینکه اطلاعات ژنتیکی روش نوشته شده، اینکه من الان قدم اینقدره، اینکه من اینقدر شبیه پدرم پدر مادرم هم، اینکه من اینقدر شبیه برادر خواهرام هستم، اینکه من به دایی میرم اگه حضرزاده باشم،
اینا همش توی اون دی ان ای است ظاهرا. چیز دیگه ارتباط دیگه من و با داییم نداریم که من بخوام به اون برم یا مثلا چه می‌دونم به عموم بخوام برم، این احتمالاً از توی دی ان ای باید اتفاق بیفته. حالا این دی ان ای اگه به صورت زیست شناسی بهش نگاه بکنی، خب یه مولکول از اسیدهای آمینه نوکلئوتید اسید تولید شده، ببخشید من معذرت میخوام از زیست شناسی از نوکلئوتید اسید ساخته شده که اینا پایه‌های تشکیل دهنده این هستن و اطلاعات روی این بیس پیرها نوشته شده که حالا این A باشه، T باشه، C باشه، G باشه، اطلاعات روی اینا نوشته شده. از نظر یه زیستشناس اینه، این کلن این قضیهش اینه که حالا این جای مختلفش کاری مختلف میکنه، ولی از نظر یه فیزیکدان مثل من این با یک چه میدونم به رشته کربونی هیچ فرقی نمیکنه، این با یه رشته مثلا چه میدونم اسید آمینه مثلا که میشه پروتئین فرقی نمیکنه، با یه رشته چه میدونم کاملا متفاوت هیچ فرقی نمیکنه، حتی به یه رشته اسپینی هیچ فرقی نمیکنه. همه اینها یک داستانو قراره که توضیح بدن. حالا ما اومدیم اولش توش که شروع کردیم که ببینیم که آقا این مکانیک این رشته دی ان ای که بهش میگن رشته دی ان ای، ما یه رشته پلیمری در نظرش میگیریم، مکانیک این چه شکلیه، یعنی این وقتی خمش میکنی چه شکلی میشه، چه نیروهایی لازم داره که خمش بکنی، وقتی میخوای پیچش بدی تویستش بدی چه اتفاقاتی میفته، و اینکه خب این مکانیک توی ساختارش چه، توی کارکرداش چه تأثیری داره. مثلا ما میدونیم که دی ان ای میاد میپیچه دور یک، شما فرض کنید یک قرقرهایی داریم، دی ان ای پیچیده دور این، بعد اومده جلوتر دور یه قرقره دیگه پیچیده که ما به این قرقره ها میگیم، به این هسته ها میگیم هیستون، و این وقتی میپیچه دور این بهش میگیم نوکلئوزوم. حالا از نظر شهودی اگه بخوای بهش نگاه بکنی، یه هسته است، یه دی ان ای مثل یه تنه اومده دور این، یه دو دور و نیم پیچیده مثلا، حالا خیلی مهم نیست چی باشه، ولی این خیلی مهمه توی ساختارش. یعنی وقتی که این باز میشه، وقتی این بسته میشه، اتفاقات خیلی زیادی میفته. مثلا به عنوان مثال وقتی این باز میشه یه ژنی خونده میشه و ما تو بدنمون آنتیبادی تولید میشه و نسبت به مثلا چه میدونم به ویروس کرونا مقاوم میشیم. وقتی این بسته است ما مقاوم نیستیم، مریض میشیم. حالا این دوتا حالت خیلی شبیه همدیگه، این که چه مکانیکی پشت این قضیه هست، یعنی این مولکوله چه مکانیکی داره و چرا این اتفاق میفته، چقدر انرژی ساز صرف بشه که این اتفاق بیفته، چقدر ما از بیرون نیاز به انرژی داریم و این انرژی اگه مثلا بیشتر بشه کمتر بشه، آیا این اتفاق دوباره میفته نمیفته. ما اولش با این سوال شروع کردیم، بعدش اومدیم اینجا یه خورده بزرگ مقیاستر شدیم، گفتیم خب حالا دی ان ای با اون هیستون ها با اونا همه با همدیگه یه رشته تولید میکنه بهش میگیم کروماتین. حالا این رشته کروماتینی چه اتفاقاتی برش میفته اگه وقتی مثلا میخواد ژن خونده بشه، وقتی ژن خونده نمیشه، اون حالت های خونده شدن ژن و خونده نشدن ژن، چه تغییری در ساختار این کروموزومه، در ساختار این کروماتین تشکیل میده. اینا همش چیزات از نظر زیست شناسی خیلی سوالای، از نظر فیزیکی ها خیلی سوالای زیستی باشن که اصلا به ما چه ربطی داره این چیزا، ولی واقعا وقتی میای داخلش میبینی که نه، همون جوری که ما میتونیم مثلا چون افتادن یه سیب رو مدل بکنیم، یه فرمول مدل کردن با فرمول دادن به نظر من یک دوتاش یک سر، وقتی شما میتونی این دوتا رو توضیح بکنی، توصیف بکنی افتادن یه سیب رو، خب چرا که نه، وقتی چرا نمیتونی دی ان ای رو توصیف بکنی با همین مدلات. من یه چیز جالب بفهم،
چه بخشی از کارهایی که شما میکنید از فیزیک کوانتوم داره استفاده میکنه؟ من؟ همه اتفاقات که داده راجبش صحبت کنید که فیزیک کلاسیکه دیگه. ببین دقیقا سطح بندی داره این داستان. یعنی شما اگه بری خیلی دیپ بشی، خیلی عمیق بشی به این داستان، اتفاقا به همین چیزای کوانتومی نیاز داری. یعنی ما به قول معروف کورسگرن های مختلف داریم، رزولوشن های مختلفی میتونیم به این قضیه نگاه بکنیم. میتونیم خیلی رزولوشن ببریم بالا، در حد اتم بهش نگاه بکنیم، میتونیم رزولوشن ببریم بالاتر، اون موقع دیگه واقعا فیزیک کلاسیک، یعنی فیزیک خیلی خیلی ساده، فیزیکی که اصلا شاید نیاز نباشه کوانتوم بخونید براش، الکترودینامیک. من شما خواستم همین سوالو بگم که احتمالاً کاری که حسین داره ازش تعریف میکنه و اون کاری خودش انجام میده توی حوزه فیزیک کلاسیکه. اما یه اتفاق جالبی که حالا من یکم از دور نگاه کردم، وقتی شما همون فیزیک کلاسیکو داره توی ابعاد خاصی و تو محیط‌های خاصی حلش میکنید، اون موقع سورپرایز میشه. یعنی مسئله اینجوری نیست که وقتی مثلا مسئله ساده دیگه، مثلا شما یه موقع دارید یه توی فیزیک هی مثلا میاد استکاکو میریزید دور، میگید این استکاک بده، بعد میاد سراغ مسائل زیستی میگه حالا یه دقیقه اجازه بده، مثلا اگه یه استکاک خیلی اصلا رکن اصلی این مسئله است، اینا نگرش داریم دیگه نریزیم دور. یا مثلا ما یه دفعه میبینیم که انگار سیستم ها یه خاصیتی رو دارن که یه کمی از دنیای سیب و پرتقال فرق داره، و اون اینه که اینا خودشون انگار اکتیو هستن، یعنی خودشون میتونن مولد انرژی باشن بدون اینکه از بیرون بهشون نیرو وارد بشه. ولی کماکان فیزیک کلاسیکه تو این ابعاد و این مسئله، اما هیجان انگیزه، اما سورپرایز میکنه، و اینکه یافته هایی از دلش میاد بیرون که بدنم زیست شناسا میگن دست شما درد نکنه. اگر من ولی خب این چالش جالبیه که مثلا ما با فیزیک کلاسیک ولی باز یه ابزارهای دیگه میخوایم که بتونیم این چیزها رو مدیریت کنیم. من یه حرفی میزنم، این حرفو فکر کنم اولین بار آقای دکتر ناجی به من گفته که تو آی پی من، یعنی به من که جایی داشتن تاک میدادن، گفت که من موقعی بچه بودم میگفتم واو کیهان شناسی عالم اکبره، چقدر خفنه. بعد چرخ گردون چرخونید اومدم سمت مسائل زیستی، گفتم حالا اکبرم که نه، شاید یه ذره جالبه، این زیست شناسی خیلی اکبره. و این من راجبه اتفاق یه بارد توی همین حرفایی که میزنیم گفتم که این فیزیک چیز عجیبیه. شما یه موقع گول مقیاس رو میخوری، مثلا یه سلوله یا یه آدم، بعد شهر رو نشون میدن، بعد هم تو مقیاس کیهان، بعد میگن وای انسان در این کرانه هیچ است، بعد همون موقع میگه خب یه دقیقه اجازه بده، آقا یه کرونا اومده انقدر پدر همه رو در آورده بریم. حالا اینم انگار جالبه، یعنی این مسائل دنیای زیستی هم هیجانهاش به اون مقدار هست. اوکی، چیز دیگه میخوای حسین جان اضافه کنی به این کاری که میکنی؟ یا من بخوام بگم که من گفتم سه زل داره کار ما، سه زل فیزیک، زیست شناسی و کامپیوتر، و جدیدن هم الان همجوری که فرنوش گفت آماری، یعنی کاره آماری و ابزاری آماری. من فهم کنم که کسایی که اگه بخوان مثلا ایدهی داشته باشن که چقدر از فیزیک ما داریم استفاده میکنیم الان توی کارمون، من شاید بگم مثلا 20% تا 30% مثلا فیزیک، یه بخشیش اینه واقعا اطلاعات زیست شناسی، اطلاعات کامپیوتری، اطلاعات آماری، به خصوص الان جدیدن با این حجم عظیمی از داده وقتی دست در کار داری، واقعا فیزیک میتونم بگم 30% داستان، بقیهش داستانه دیگه است که باید که کسی میخواد علاقه من بشه باید به اونا هم یه کوچه نگاهی داشته باشه. وقتی اونا نفهمی، اونا رو بخوای بذاری دور، بذاری کنار، بگی من فقط میخوام فیزیک نگاه بکنم، کاری ندارم که آره دی ان ای چیه، هیستون چیه، فلان چیه، بسن چیه، کاری ندارم چه میدونم چجوری میشه کد زد، حالا پایتون چجوری میشه کد زد، چه میدونم سی پلاس پلاس، اون فلان، کاری نمیخوام واقعا داستانی اینا انجام بدم، یا مثلا چه میدونم نمیدونم
PCA چیه، نمیدونم چه میدونم کلی از این داستانهای آماری مثلا چیه، اینا رو وقتی ندونید به قول معروف جعبه ابزارتون کوچیکه. جعبه ابزارتون اگه میخوای بزرگ بکنید باید سعی بکنید از همه چی یه چیز داشته باشید توش، وقتی رفتید تو مسئله حل بکنید این آچار نخور، آچار بعدی رو بیادرید بیاید سریع بزنید بهش و پیچه رو باز بکنید. مثل اینکه با یه دونه نیزه تک و تنها بری وسط جنگ، اما اول کارم که نیزه تو بشکن، خب دیگه شهید میشی. باید یه دونه چاقو کوچیک، خنجر، یه سپر، بالاخره اون قدم دست خالی نه حاجی، یه دونه از این پارچه های سفید آره، ماشین برای فرار. بله اینا چیزای خیلی مهمیه. آره اوکی حمید جان، من داشتم این برای شما این پوستر رو می‌نوشتم، همین می‌خواستم این سوسک آبی رو بنویسم، گفتم خدای من الان اینو جاش نشد. ولی آقا این ماجرای سوسک آبی رو تعریف کنید برای ما، چیه شما رفتید بیه سوسک دکترا گرفتید؟ حالا کجاشو دیدی؟ من خانومم روی پشه میوه دکترا گرفته، یه دوستمونم رو زنبور پشه میوه این پشه دیزا. آره این قضیه خیلی جدیه. راستش کار ما با کار بچه ها خیلی فرق داره یکم، چون عملا کار ما از نتایج کارهای بچه های بیوانفرماتیک خیلی استفاده میکنیم، ولی کار ما واقعا بیوانفرماتیک نیست. کار ما زیست‌شناسی ساختاریه، یعنی از اول تاریخ کار ما بحث ساختار بوده که ما بیایم ببینیم این چیزای زیست‌شناسی، این مولکولای زنده، این پروتئینا چه شکلی هست و حالا تا چه رزولوشن، تا چه دقتی میتونیم اینو چیز کنیم، میتونیم اینو در بیاریم. کلن هم والد کار ما X-ray، یعنی شروع کار از اختراع X-ray شروع میشه که همه فیزیسیست هایی که X-ray کار میکنن یه چیزی میذاشتن جلوش، اومدن گفتن که خب بیان یه چیزی همه چی گذاشتیم جلوش، بیان یه که مو یا یه که ماهیچه بذاریم جلوش ببینیم چی میشه. جالبش اینه که اون ماهیچه و مو گذاشتن جلوش دقیقاً مستقیما مرتبط به PhD منه، یعنی اون چیزی که من الان مدل اتمیشو درآوردم سال 1930 یه نفر گذاشته جلوی چیز، گذاشته جلوی اکسر یه چیزی توش دیده. آقا مگه ایکس بعد استخون اینا رو نشون نمیده؟ نه ایکس دیفرکشن پراش اکسر، نه ایکس اگه واسه چیز استفاده کنی، اگه برای عکس گرفتن استفاده کنی توی فضای حقیقی که فقط یه عکس بهت میده نفوذ داره، ولی توی صفحه پراش اگه بهش نگاه کنی شروع میکنه، چون طول مدتش خیلی پایینه از نسبت به چیز، نسبت به نور مرئی میتونه چیزای خیلی زیادی بهت نشون بده. آره بعد داستان از اونجا شروع میشه و کلن میان شروع میکنن یاد میگیرن که حالا اون چیزه، اون تا اونی که گفتم چیز میشه، خیلی آدم انگلیسی خیلی آدم بازوقی بوده که چیزایی که گذاشته بود جلوی چیز، چون مو کراتین داره بعد این مو هم همون پترن رو میده، یه دونه پترنه که همه تعداد زیادی از پروتئینایی که رشته‌ای هستن میدن و این پترن رو یکی از چیزایی که گذاشته، یه نمیدونم چجوری یه بسته موی موزارت رو پیدا کرده گذاشته جلوی اکسره، گفته که موی موزارت هم این شکلیه، چون خودش ویولون میزده، خیلی چیز بوده، خیلی هنری بوده، با آدم بازوقی بوده و اینا رو کش میداده، میدیده این ساختاره عوض میشه. خود طرف فکر میکرده که کل راز زندگی رو پیدا کرده که وقتی اینو میکشی چیزش عوض میشه، در صورتی که داشته داغون میکرده پروتئینه رو، راز زندگی و تکون خوردن اون کش دادنه نبود. ولی خیلی چیز جالبیه، اون مستقیما به کار من مربوطه، ولی حالا اینو با بذاریم کنار. همه میان اکسره انجام میدن، اکسره انجام میدن تا میرسه مثلا به یکی از چیزای تاریخی بزرگ که ساختار دی ان ای که عملا همه کار دی ان ای شو روزالین فرانکلین انجام میده، بعد فرانسیس کریک و جیمز واتسون میان مدلشو میدن و نوبلشو میگیرن. آه پس من الان کم کم دارم حس دادم که شما تجربی کاری اصلا. آره و مثلا اونا که چیزگم بیچاره خب زن بود بهش ظلم شد، اتفاقا استاد ما میشناختش، خیلی هم اینجوری نبود که خیلی ازشون ناراحت باشه، اینجوری بود که شد دیگه چیکار کنیم. بعد اونجا شروع میکنن یاد میگیرن که پروتئینا رو میشه کریستالایز کرد،
یعنی اینا رو با اینکه خیلی بزرگن اگه یه کارای روشون بکنی توی مثل همون بلور شناسی که تو فیزیک انجام میدیم، اینا میان توی آرایه قرار میگیرن، بعد اینا جوری پراش میکنن که انقدر بهت نقطه های پراش میدن، من میتونی سبودی بچرخونیشون جلوی ایکس ری، انقدر بهت پراش میدن که اینا تو میتونی یه ترانسفورم ازش بگیری، کل ابر الکترونی پروتئین رو بهت میدن. و این عملا یه حدودا تا سال 1990 تا همین اواخر راستش کل زیست شناسی ساختاری که کریستالوگرافی بود، یعنی پروتئین رو چجوری کریستالوگرافی کنیم، چجوری کریستالایزش کنیم. من یه سوالی، این بیماری نقرسه که کریستالایز میشه یه سری از بافتها یا من چیز دیگه؟ البته اون فکر نکنم کریستال پروتئینی باشه، فکر کنم مواد چیزه خود نمیدونم، راستش نمیدونم. مثلا من فهمونم یادم که اونجا یه چیزی کریستال میشه. اینو خب چیز میکنن دیگه، مشکلش اینه که خب پروتئین ها خیلی هاشون دوست ندارن کریستالایز بشن، چون اینا تو طبیعت کریستالایز نیستن، توی بلور نیستن، به خاطر همین تو شما همیشه مجبوری اینا رو یه بلایی سرشون بیاری. دو تا یه چیزی که باعث میشه مجبور بشی ساختارشون رو تغییر بدی بعد کریستالایز بشن، ساختاری که گرفتی حالا احتمال داره اونی نباشه که توی طبیعت بود. دومیش هم این بود که این خود کریستالایز کردن اینا گرانت می نوشتن که پول بگیرن، بعد همین که اینو کریستالایز میکردن کار تمام شده بود، تا اینو بلورش نمی کردن گرانت نمی گرفتن، بلورش هم که کردن خب تمام شد دیگه، ساختار رو داره گرانت بخواد چیکار. بخاطر همین خیلی کارشون سخت بود، یعنی فاصله بین پروپوزال تا گرفتن نتیجه انقدر کم بود که سخت بود براشون کار انجام دادن. بعد شروع کردن متد گذاشتن که حالا چجوری اون چیزایی که نمیخوان کریستالایز بشن و ما کریستالایز کنیم تو بلور انجام بدیم و اینا. حالا همینجا توی حدود 1980-90 یه تعداد فیزیسیست هستن که اینا از اول بودن ولی اینجا یکم کارشون چیز میگیره، اینه که اینا میان TEM و همین ترانسمیشن الکترومیکروسکوپی که همه توی چیز هر روز استفاده میکنن و میگن بیان پروتئین بذاریم زیرش ببینیم، خب عکسش رو ببینیم، الکترون هم که از ایکس‌ری هم حتی بهتره. مشکل همون جوری که بچه ها گفتن ماده نرمه، شکل نداره، باید یه جوری فیکسش کنیم. اولین چیز این بود که یه موادی بهش میزنن که فیکس بشه، این مواد هم از چیزای سنگین هستن، اورانیوم و اینا دارن. خوشبختانه سر اون هنوز ما به ایرانی بودن ما گیر ندادن که اورانی کسی استفاده میکنی و این کنتراست میده. مشکلش اینجا بود که این رزولوشن و دقتش هیچ وقت از 2-3 نانومتر بهتر نمیشد، به خاطر همون کل فیلد کریستالوگرافی این الکترومیکروسکوپیستا رو مسخره میکردن، بهشون میگن شما بلابالوجی کار میکنید، بلاب شناسی، حباب شناسی کار میکنید، همه چیزی که یه حبابی یه چیزی حالا اونجا هست دیگه، هیچ وقت به رزولوشن نمیرسیدن. تا موقعی که مثلا 1987 ایناست که اتفاقا این چیز بود، موضوع PhD استاد من بود که شاید ما بتونیم پروتئینا رو تو یخ نگه داریم، اینا فیکس بشن ولی ساختارشون از دست نره. یه مشکلش اینه که خب همونجور که میدونین یخ فیز میشه، یخ وقتی آب وقتی یخ میزنه منبسط میشه، پروتئین رو داغون میکنه، ولی اگه آب رو به اندازه کافی به سرعت 10,000 درجه بر ثانیه سردش کنی از اون فاز کریستالیش رد میشه، آمورف میشه، سوپرکول میشه. آره، یعنی جوری سریع سرد میشه که کریستال‌ها رو تشکیل نمیده، مثل شیشه میمونه، دنسیتیش منبسط نمیشه، پروتئین‌ها هم فیکس میکنه. اولین کسی که اینو دید استاد من بود، توی برکلی بود فکر کنم اون موقع. باشه دید، یعنی اینو آزمایش کردید. اینو آزمایش کرد. اینا اونم همچنان کریستال بود. یک کریستال پروتئین رو توی یخ گذاشت زیر میکروسکوپ الکترونی، ازش تراش گرفت، 4 انگستروم رزولوشن داشت. یعنی که اطلاعات ساختار پروتئین تا 4 انگستروم حس شده بود. اینجا شروع کردن خب شاید بتونیم پروتئین‌ها رو فریز کنیم به سرعت و ازشون عکس بگیریم. حالا مشکل بعدی چی بود؟ اینا رو بعد رو فیلم عکس می‌گرفتن. رو فیلم‌های نقره هستن، گنده گنده می‌ذاشتن زیر میکروسکوپ. عکس می‌گرفتن، دوباره در می‌آوردن، بعد می‌آوردن دستی اینا رو، فیلم‌ها رو به عدد تبدیل می‌کردن. یه دونه چی میگن اینتنسیتی میتر، مثلا شدت سنج میذاشتن روی فیل، شدت سنج میذاشتن روی فیل، با دست تکونش میدادن تا بعدا مثلا اسکنرهای اومد که اینا رو عدد کنن. بعدا اومد باز سی سی دی ها اومدن که سی سی دی ها مثلا خوب بودن، بازم رزولوشن بالا نمیرفت.
چون باید الکترون‌ها رو به نور تبدیل می‌کردن، انگار کل تصویر رو داغون کردی تازه برداشتی، هیچ چیز نمی‌شد. تا موقعی که حدوداً 2003 بود فکر کنم، طرفای 2000، اوایل دهه 2000، کاندنس ماتریال فیزیسیستا یه چیز درست کردن به اسم دایرکت الکترون دیتکتور که یه جانکشن ترانزیستوریه، خود الکترون رو دیتکت میکنه، دیگه لازم نیست به نور تبدیلش کنیم. اینجا شروع شد که آقا پروتئین رو میاری روی محلول، بنزه کافی نازک باشه، میزنش توی اتان مایع، چیز میشه سرد میشه، بعد میذارش توی زیر میکروسکوپ و میتونی انقدر و تعداد زیادی اصلا ازش عکس میگیری، چون تعداد زیادی پروتئین هستن که توی چیزای موقعیت های رندوم هن، مثلا یهو مثلا 200 هزار تا یا حداقل مثلا 20 هزار تا ازش عکس داری، ولی هر 20 هزار تا عکسش یکم درجهش با اون یکی فرق داره و اینا رو که با هم دیگه آنالایز کنی میتونی تبدیلشون کنی به یه چیز، به یه ساختار سه‌بعدی. بعد حالا این دیتکتورها بهتر و بهتر شدن تا الان دیگه عملا هر چی ایکس ری کریستالگرافی که شما میشناسی داره کریستالگرافی ول میکنه، میاد الکترون انجام بده، میکروسکوپ الکترونی انجام بده، چون داره قشنگ چیز دیگه لازم نیست بلور کنی پروتئیناتو، همین که بتونی از چیز از اون سلول درشون بیاری توی محلول ایجادشون کنی، میتونیش بذارشون زیر میکروسکوپ. حالا همه این کار رو میکنیم، ساختار رو شناختیم، بعدش به چه درد میکنه؟ ببین یه چیز اساسی هست که پروتئینا، یه دونه که همونجور گفتیم یه چیزایی هست که از دی ان ایه و هم پروتئین فولدینگ که بچه ها گفتن، این دی ان ای یه رشته آمینو اسید میسازه، اسید آمینه میسازه و این باید چیز بشه، ساختار سه‌بعدی به خودش بگیره. اگه ساختار سه‌بعدی نگیره کار درست نمیتونه انجام بده. یعنی ساختار و تابع، یعنی ساختار و اون فعالیتی که پروتئین باید میکنه، اینا به شکل هندسی ربط داره، به شکل هندسی کاملا ربط داره، چون تو احتیاج داری اون آمینو اسیدی که قراره کار درست انجام بده جای درستی باشه. خیلی از آمینو اسیدها هستن که اگه عوضشون کنی اتفاق خاصی نمیفته. ما هم همین الان یه تعداد زیادی جهش‌های ژنتیکی بین ما هست که بیماری ایجاد نمی‌کنه، تو اون آمینو اسید مهم نیست، ولی شکل چیز مهمه، باید دقیقا اون شکل درست باشه. اتفاقا یه ریسرچ جدیدی هست که نشون میده ساختار پروتئینا از اون سیکونسشون، اون اطلاعات ژنتیکیشون توی تکامل چیز بالاتری داره، بیشتر حفظ میشه. یعنی خیلی موقع ها آمینو اسیدا عوض میشن، ولی تا موقعی که ساختار عوض نشه پروتئین کارش انجام میده، روبسته. بخاطر همین ساختار خیلی مهمه. ولی خب یه چیزی هم هست که از اون بر ما این ساختارا رو که میگیریم اطلاعات دینامیکی رو از دست میدیم دیگه. یعنی مقدار زیادی کارهای دینامیکی هست که بیولوژیست‌ها انجام میدن و ما مثلا بلدیم که حالا بیایم اونا رو چیز کنیم، اونا رو توضیح بدیم. کار ما اصولا بیولوژی ساختاریه، چون میگیم که با ساختاری که شما داشته باشی میتونی خیلی چیزا رو توضیح بدی، میتونی خیلی فانکشن رو نشون بدی، خیلی نقش پروتئین رو توی زندگی یه حیوان نشون بده. حالا بریم سر قضیه سوسک آبی. بریم حالا. آره. من اینو بگم شاید بعضی نمیدونن. به حمید رضا گفتیم ما توی معرفی شما چی بنویسیم؟ گفت بنویسید یگانه مرد شناساگر سوسک آبی. گفتیم چی؟ سوسک آبی؟ بعد دیدیم نه جدی میگه، حالا میگه براتون که سوسک آبی. این متاسفانه من این آبی یعنی سوسکی در آب زندگی میکنه یا رنگش آبیه؟ نه 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 در آب زندگی میکنه. رکه. بعد این متاسفانه من آزمایش کنم، اگه آزمایش که بودم یکیشون تو شیشه داشتم به نشون میدن اینقدر. بعد عکس بگیر میزه استوری میکنی. آره بعد هم عکس بگیرم برات بفرستم. ما ببین کاری که میکنیم اصل کانون توجه گروهمون ماهیچه است. این پروتئینایی که توی ماهیچه و انبساط انضباط ماهیچه نقش دارن. آره دقیقاً هممون تو کار ماهیچه و عضلاتیم. خاطر همین آره این مسئله اینجاست که این یه سوسک مخصوص ما راستش از تایلند وارد کردیم قبلاً و گذاشتیم تو گلیسرین مونده، دیگه لازم نیست دوباره وارد کنیم. این یه سوسک مخصوص از خیلی قدیما مورد توجه، اول مورد توجه حشره شناسا بوده، چون که اولا که دلیلی که آدم بهش توجه میکنن اینه که آدم رو گاز میگیره، گاز نمیگیره، ببخشید نیش میذاره،
اینا چیز دارن، چیز ندارن، دست و گوارش ندارن، از اینا که بزاقشون رو ترشح میکنن به شکارشون بیرون، هضمش میکنن بعد میکشنش تو. بعد شما اگه وارد تریتوریشون بشی، وارد اون جایی که هستین تهدید محسوب بشین، همون سوزنه رو وارد پای شما میکنن، مثل خیلی هم درد داره. پرواز هم اینا... میکنن؟ بله. اینا تو آب زندگی میکنن و چیز میکنن. حالا من یوتیوب برات میفرستم، یه دانشمند ژاپنی مثلا پیداشون کرده، تو آب زندگی میکنن، کمین میشینن، تنفسشون از ته ماتحتشونه. دو تا گروه دارن، یه طوری که یه لوله از ماتحتشون در میاد، مثل این قواسا میاد بیرون آب، تنفس میکنن، میتونن 3 ساعت زیر آب کمین بشینن. نمیدونم چرا طبیعت به سوسکی همه قابلیت داره، چرا سوسک باید بال داشته باشه؟ ماهی میخورن، ماهی میخورن، غذای اصلیشو ماهیه، پروتئین میخورن. ماهی رد میشه، دوتا چنگه که یهو ماهیه رو میگیرن، اولین کاری که میکنن سوزنه رو راست میکنن تو نخال ماهی. ماهیه که فلج شد میشینن کم کم هضمش میکنن میخورنش. بعد یه دانشمند ژاپنی 3-4 سال پیش تونست از اینا فیلم بگیره که مارای کوچولو هم میخورن. بعضی هاشون اون چیزه رو، لوله ها رو دارن، بعضی هاشون زیر بالاشون چیز هوا میبرن زیر آب با خودشون، اونجوری نفس میکشن. بعد اینا کمین میشینن، کمین میشینن. بعد جالبه چیز که میکنن، خب خوشبختانه فقط سالی یه بار چیز میکنن، تولید مثل میکنن. تولید مثلشون اینجوریه که سوسک ماده میاد تخمار میذاره رو کمر سوسک نر، میره. بعد تخمار رو بعد آب داد، سوسک نر میاد بیرون، به تخم هوا بخورن، میره تو آب، تخم خیس بشن، میره بالا، میره پایین، میره بالا، میره پایین، تا تخم بوده، تا بچه ها به دنیا بیاد. میگم خیلی جامعه فمینیستی دارن. آره، یا اونجوری، یا سوسک ماده تخم رو میذاره روی شاخه ای، ولی نره بعد بهشون آب بده، چون اگه بهشون آب ندی مثلا فقط 5 درصدشون بچه میشن. به خاطر همین حالا بعضی موقع این برکه ای که اینا توشن خشک میشه، برکه‌ای که خشک میشه اینا به صورت گروهی پرواز میکنن یه برکه دیگه، همه با هم. بعد پرواز کردنشون شبیه پرواز کردن پشه نیست که مثلا پرواز کنن اینجوری، اینکه مثلا پرواز میکنن سیمت دیگه میان پایین، دوباره پرواز میکنن سیمت دیگه میاد پایین، اونقدر پرواز کننده خوبی نیستن. مثل ملخ. آره مثل ملخ. آره. بعد به خاطر این ویژگی‌های خاصشون که مثلا این سوسکیه مثلا نیش میزنه، ماهی میخوره، پرواز میکنه، خیلی حشره شناسا به اینا علاقه داشتن، مخصوصا که خیلی هم بزرگ بودن، تشریحشون آسونه. سیستم عصبیشون خیلی چیز شده بود، خیلی از بند انگوش بزرگترن، حدودا بزرگاشون حدودا 10 سانت میشن، 7-8 سانت اینقدر. چیز وحشتناکی، یعنی بزرگ. البته مثلا ما آمریکا اینجا من دیدمشون، قبلا بهشون گفتن الکتریک باگ، چون اگه سر راهشون لامپ الکتریکی باشه به اون جذب میشن، یادشون میره برن چیز بعدی، برکه بعدی. بعد ولی بعدا بهشون میگن واتر باگ. بعد اینا تایلندی هاشون حدودا 8-10 سانت هست. جان میگم این داستان این که حشرها میرن میچسبن به این کلن به این منابع نور لامپ اینا، کلا یه داستان عجیب غریبی از قدیم هم بوده جدا. که پرده دور آتش دور شمع میچرخید. آره نمیدونم، من واقعا سیستمش رو نمیدونم. آره این داستان به خاطر من بعدا میگم دلیلش چیه. ببین سر این چیز اینا خیلی چیز بودن، روشون ریسرچ انجام شده بود، اونایی که میخواستن روی ماهی چه کار کنن گفتن خب بعد مثلا شما بخوای تو آمریکا رو موش کار کنی، یه تعداد مقدار زیادی باید مجوز بگیری، همه باید ترین بشن، کلی گرونه و اینا، ولی هر چقدر حشره شما بکشی هیچ کی کاری نداره، تشکر هم میکنن این حشره ها رو کشتی. به خاطر همون توی بیولوژی و اینا چیزی که هنوز روی انسان و موش انجام نشده خیلی راحت میشه روی حشرات انجام داد، هر چند تا بخوای میتونی بگیری. متاسفانه مدل ژنتیکی نیستن ولی مدل ساختاری هستن. بعد که اینا رو اولین بار دایسک کردن گذاشتن جلو اکسای راستش، اینا میشه زنده زنده گذاشت جلو اکسای، و اینا که بال میزنن پراش ماهیچه‌هاشون تغییر میکنه. بعد اتفاقی که افتاد این بود که وقتی اینا رو اومدن، چون خیلی بقیه حشره‌شناسا به اینا دسترسی داشتن، اومدن اینا رو ماهیچه اینا چیز کردن، ماهیچه‌شون هم خیلی بزرگه، شما یکیشون بکشی بعد چند سال مثلا نمونه بهت میده، اونم خیلی خوب بود.
بعدم فهمیدن که اینا چون ماهیچه هاشون چیز سیکلیکیه، به صورت نوسانی کار میکنه، مثل ماهیچه های ما نیست که یه دونه کار کنه یه دونه کار نکنه، خیلی چیز سفت و سختیه. هر بلایی به صورت شیمیایی سر این میاری، ماهیچه هاشون داغون نمیشه. این یعنی عالی بود برای فیلد چیز، برای زیستشناسی ساختاری، چون ما هر چقدر سعی میکنیم از هر مهرداری ماهیچه بگیریم میذاریمش توی چیز، توی محلول، داغون میشه. به خاطر همین این سوسک آبی سالها و سالها چیز اصلی فهمیدن چیزای ماهیچه بود، فهمیدن اجزای ماهیچه بود. الان گروه ما برای اولین بار، نادیا خانم من روی چیز کار میکنه، روی پشه های کوچولو کار میکنه، اونا رو میشه به صورت ژنتیکی دست زد. یعنی تو میتونی یه جهش ژنتیکی که تو انسان چیز ایجاد میکنه، بیماری ایجاد میکنه، رو روی این پشه ایجاد کنی، بعد بازش کنی، ماهیچه شو بذاری زیر میکروسکوپ ببینی چی شد. جوزوفیلاس؟ این کاری که اصلا کلن با موش نمیشه کرد. اون چیزشون جوزوفیلاس؟ آره، جوزوفیلاس. آره. و خب مثلا یه تعداد زیادی هم پشه های جهش یافته هست اصلا، یعنی ریخته پشه جهش یافته. همین تو الان یه روز عادی قبل از اینکه دکتر بشی چه جوری بود؟ یعنی رفتی یکی از این سوسکارا رو میبردی توی همین زیر این میکروسکوپت میذاشتی نگاه میکردی؟ چون تو تجربه کاری اینجا... یه ذره راجبه آره. کارت بگو و بعدم به این بپرداز که ملت که میخوام بیان سمت فیزیک تجربی توی فیزیک زیستی چه چیزایی نیاز آره. داره. ببین کاری که من کردم یکم عجیب غریب بود، چون من انقدر این چیز داده من عجیب غریب مسیر طی کرد، من فقط توی آنالیز داده موندم. یعنی من این وقت نکردم کار چیزش انجام بدم، درست کردن نمونه رو انجام بدم. درست کردن نمونه اینجا اینا هنره، چیز نیست، علم نیست. یعنی یا شما بلدی و میتونی یا نمیتونی. اینجوری نیست که نشه یاد گرفتا، ولی بیشتر از اینکه بار علمی داشته باشه که اینا رو چجوری انجام بدی که نمونه درست در بیاد، بار چیز داره، حسی داره. چون ببین متغیرهایی که میتونی بالا پایین کنی مثلا 2 میلیون تا چیز ازش در میاد، ترکیب ازشون در میاد، بعد یه حسی داشته باشی که کدوم بربری بالا پایینش کنی که این درست در بیاد. به خاطر همین واقعا کار هر کسی نیست. بعد یه ذره مسئله تکرار پذیری علم رو بالا پایین نمی‌کنه. نه دیگه، شما اون متدی که پیدا کردی و دیگه تغییرش نمیدی که تکرار پذیر باشه. و یعنی خیلی از این متدا، تو مثلا یه ماهیچه آوردی، باید با یه تعدادی یه ترکیبی از مواد شیمیایی هر چیزی که نمیخوای و تجزیه کنی، اون چیزی که میخوای تجزیه نکنی. این واقعا یه مسیر علمی معمولی نداره. باید تجربی بری بالا پایین و حس کنی که کجا رو زیادی انجام دادی، کجا رو کم انجام دادی. و مثلا یه سری رندوم فکتای علمی هم هست که آره مثلا من یه جا خوندم که اگه نمک محلول بالا باشه فلان اتفاق میفته، پس این آنزیمه که استفاده کردین با کلسیوم اکتیویت میشه، این باعث میشه که این فلان اتفاق بیفته. یه چیزایی که مثلا طرف برای توضیح میگه که تو این از کجا فهمیدی؟ این هیچ روش معمولی علمی نیست که بگه که خب تو اینو انجام دادی اینجوری شد. مادر بزرگ منم یه خورشته میپخت، بعد آخر سر با یه ملاقه فلزی همش میزد، میگفت این تمام نکته خوشمزه شدنش توی ملاقه است. من هیچ موقع نفهمیدم از کجا میاد، ولی گویا خیلی جنرالایزده این مسئله. آره آره، برای آماده کردن نمونه ها اینجوریه. یعنی حتی با اینکه ما توی کرایوئم توی میکروسکوپ الکترونی خیلی میگیم که نه دیگه لازم نیست کریستالایز کنی پروتئین تو، خیلی آسونه، هنوزم درست کردن و جدا کردن پروتئین هدف بزرگترین چالش حوزه کاری ما. هنوزم خیلی هستن که واقعا نمیشه هر کاری میکنی، مثلا نه تنها اینا باید بیان و حالا اینو باید بذاری روی گرید چیز، روی چیز مسی که بذاری روی میکروسکوپ، بعد اون پروتئین دوست داره بره روی مس و نمیاد تو آب، کاری نمیشه کرد، دوست نداره بیاد تو آب. و اینو بعدش اینجوریه که این کاری که حالا من انجام ندادم ولی یه کسی مثل من احتمال زیاد باید انجام بده، اینه که گریده رو باید فریز کنه، بعد این فریز کردن رو انجماده رو باید درست انجام بده که یخش نازک باشه، 100 نانومتر بیشتر نباشه، بعد میبردش توی یه تی ام معمولی نگاه میکنه ببینه سمپلش خوبه یا نه،
بعد میبردش توی اون تیم گندهه که 10 میلیون دلار پولشه، یه رباتی میاد میذاردش زیر بیم الکترونیک، زیر اون شاره الکترونا، شروع میکنه ازش عکس گرفتن. حالا این عکس گرفتنه خودش مثلا یه آموزشی احتیاج داره که من متأسفانه میگم انقدر عجیب غریب شد دادم نتونستم آموزش ببینم. آموزش مثلا 6 ماه چند ماه بعد آموزش ببینی که بتونی میکروسکوپ خودت اپریت کنی. اتفاقا یه چیزیه، یک مهارتیه که اگه الان تو آمریکا داشته باشین رو هوا میزننت، یعنی تعداد زیادی دانشگاه این اپراتورا رو میخوان و تعداد زیادی شرکت هم میخوان و نیست، یعنی به اندازه کافی آدمی که این کار بلد باشه نیست. واسه منم بلد نیستم ولی حالا دیگه. بعد که دادا رو گرفتی شروع میکنی یه پروسه خیلی طولانی آنالیز داده. پس شما شانست یه جوریه که آنالیز داداش هم اینجوریه که هی باید بری نرمافزار فلانی رو برداری، نرمافزار فلانی رو برداری، رو دادات امتحان کنی، بعد نه این کار نکرد نرمافزار اون یکی رو برداری، بعد نتیجه این باید بره تو نرمافزار فلانی اون ساختار سه‌بعدی بهت بده، بعد ساختار سه‌بعدی رو بعد نرمافزار فلانی ریفاین کنی. یعنی یه تعداد زیادی گروه هستن که یک طرف دارن نرمافزار میسازن و یک طرف دارن بهترش میکنن، تو باید بین اینا چیز کنی، لایه بکشی کدومش بهتره کدومش بهتره تا برسی به اون ساختار سه‌بعدی آخرش. حالا شما این وسط کار من میفهمم که مثلا همه این چیزایی که میگی فیزیک، این دیفرکشنه اینا همه فیزیک، قاعدتا الان هم خودت گفتی هم دونم داورات و کسایی هم که اومده از دپارتمان مثلا شیمی اومده زیست اومده، اگر یه نفر حالا خودت که 100% اگر مثلا دانشجو لیسانس بود از یکی میپرسید میخوای چیکار کنی هر چیزی میگفتی غیر از اینکه من میخوام برم ماهیچه سوسکار رو باشون بر برم. این الان فرض کن یه آدم مثلا دانشجو لیسانس داره این حرف رو میشنوه، بعد الان تو چه چیزهایی توصیه میتونی براش بکنی اگر کسی علاقه منده به این کار زیستی؟ چون مثلا من تو هم راجع به این سوسک لفنای چندش هم میشه برم یه جایی تو محیط علمی سوسک ببینم از اون درش میرم بیرون میگم بدید من استعفا بدم. یعنی این شرایط تو چه جوریه؟ یه ذره الان دیگه میخوایم بریم سر مادیات و سختی‌های کار و زندگی توی اینجور محیط ها. ببین یکی از سختی‌هاش واسه من حداقل اینجوری بود که این حوزه کاری ما شدیداً هی داره عوض میشه. یعنی بعد یه مقدار زیاد ما یه مقدار زیادی مشکلات چیز داریم، مشکلات چیز داریم که خیلی از ترمامونو از کریستالوگرافی گرفتیم و اینا رو باز تعریف نکردیم. یعنی تو یهو برمیگردی میگی رزولوشن من مثلا 4 انگسترومه، بعد مثلا ساختار طرفو نگاه میکنی میبینی که خیلی هم خوب باشه 5.5 ولی خب این نرم افزاره بهش میگه 4. بعد تو اگه بلد نباشی که چجوری بین اینا راهتو پیدا کنی واقعا به مشکل می‌خوری. به خاطر همون فیزیکی‌ها اونایی که فیزیک خوندن سر این چیزا خیلی راحت‌تر از اونایی که زیست خوندن میتونن چیز کنن، میتونن این راه‌هاشو پیدا کنن. ببین یا تو فیزیک خوندی که اون بحث ریاضی و مدل سازیشو راحت میتونی قبول کنی، ما اون قسمت ریاضیشو بعد بری یاد بگیری، یا زیست خوندی که خیلی راحت پروسه ها رو می‌فهمی، حالا این مدل سازی رو بعد یاد بگیری. الان حوزه کاریو دارن فیزیکی ها هی بیشتر و بیشتر میگیرن چون تو فیزیک کار کمه و مسئله اینجاست که اگر بخوای حوزه کاریو یکم جلو ببری اون ذهن فیزیکی خیلی میتونه بهت کمک کنه، مخصوصا که مثلا خیلی ها متد درست میکنن، کارهای جدیدتر میکنن، ولی برای اینکه فقط بخوای توی فیلد بمونی و همون کاری که هم انجام میدن و انجام بدی و جلو ببری همین که تبدیل فوریه رو درست بفهمی کافیه. یعنی تبدیل فوریه رو بفهمی و دستت به کامپیوتر باز باشه بتونی راحت مثلا چند تا کد ساده بنویسی اون چیزاشو داری، میتونی وارد فیلد بشی. وارد که شدی حالا همیشه مشکلات خاص خودشو داره دیگه، هر روز یه مشکل جدیدی برات پیدا میشه. بعد مثلا بعد مهمترین چیزی که تو فیلد ما هست این پیگیر بودنه، یعنی اینکه همیشه یه مشکلی هست که احتمالاً هیچ کی تا حالا ندیده، تو باید انقدر سریش باشی که یا بری از چند نفر بپرسی برای همش میگم کنی تا انجام بشه. آره باید سریش باشی. مهمترین چیزی که احتیاج داری اون سریش بودن از راستش. فیلد ما فیلدیه که واقعاً با مقدار خیلی کمی علم قبلی میتونی واردش بشی.
ولی باید علاقه مند باشی که بتونی سروایف کنی. آره باید علاقه مند باشی بنده نمیتونی تحمل کنی. مثلا من اینی که از من رزولوشنم از 5.5 بیارم 4، یه دونه کنفرانس رفتم هر سرپژوهشگری اونجا بود من اینا رو خف کردم باهاشون حرف زدم. وقتی برگشتم فلوریدا یه دونه دفترچه داشتم با 17 تا ایده ای که 17 مثلا 20 نفر مختلف بهم داده بودن. شروع کردم دونه دونه کردن. آره واقعا شروع کردم دونه دونه اینا رو امتحان کردن. یکیشون اومده بود اونجا از اسپانیا اومده بود، این نرم افزاری که این برام توضیحات خیلی به درد من میخورد هنوز پابلیشش نکرده بود. من ساختار سه بعدیمو آپلود کردم دراپ باکس فرستادم برای اینا، اینا ریفاینش کردن پس فرستادن، من کارم رو انجام بدم بعد اینا رفتن چیز کردم پابلش کردنش. یعنی خیلی خیلی دینامیکه چیزش، خیلی دینامیکه. ما هم جا تو گروه من داشتم یک مسئله حل میکردم، بعد دیدید مثلا تو این کتابایی مثلا مکانیک تحلیلی اینو خصوصا نوشته که after some algebra it can easily be shown that آره به سادگی داریم از فرمول یک 4 تا ترم داره میرسه به چیز اینقدر. هر اون چه جوری به این یه دو سه بار من این به سادگی کتاب گلدشتاین رو درایو کردم 3 صفحه شد. مثلا after some آره مقاله های مقاله های فیلد ما شرودینگر ایکویشن رو حل میکنم، من میگم درسته که الکترون ها 300 کیلو الکترون ولتن ولی نسبیتی این معادله هم همین میشه. آره بعد مثلا چند وقت پیش ما یه کارم به مسئله خوردم که همه جای هر کسی هم پیپر قبلش روی حالت ساعت ترش نوشته بود یا اینجور بود که تو سه تا خط به دست میومد یا نشته آره after some algebra به دست میومد. آره. ما دیدیم که اینکه نمیشه. رفتیم جای کنفرانس یکی دیگه ما آقا اینم مشکل است، یکی دیگه آخر سر دیدیم 6 تا گروه مختلف به یه مشکلی رسیدیم که هیچ کسی ریپورتش نکرده بود. بعد آخر سر گفتیم خب این نمیشه که بیاییم یه بیلی برداریم یکی تو سر خودمون بزنیم یکی به این مسئله حل شد بالاخره. ولی خب این چیز علمه، یعنی شما خصوصا وقتی کارتون اکسپریمنتال باشه، حالا این اکسپریمنت میتونه از دل اینجور آزمایشگاه ها بیاد، میتونه از دل داده بیاد. آره حالا تو حوزه کاری ما هر وقت یه اتفاق میفته تو توییتر دعوا میشه. همه تو توییتر هم شروع میکنن به همدیگه نوشتن. یکی یه نفر هست که این ایده اندازه‌گیری رزولوشن رو داده، یکی تو توییتر ملت فوش میده میگه این کاری که شما با متدی که من دادم کم آشغاله، میگه رابیشه، میگه this is rubbish statistics. بعد ببین بل نمیکنه. و یه ایمیل لیست داریم، یه نفر ایمیل بزنه بگه رزولوشن چی شد، همه میگن وای الان مرین دوباره میاد، دوباره میاد سه پاراگراف پوش میده دوباره. این هم چیز جالبه، فیلد ما خیلی توییتر توش نقش مهمی داره، یعنی اکثر آدم ها خصوصا جوان‌ترا توی توییتر جدی هستن و حضور دارن. خیلی جان پس شما هم دوچاره این شدید. ما مثلا یه دعوای خیلی جدی توی نتورک ساینس داریم به این معنی که توزیع درجه این شبکه ها بالاخره چیه، آیا بیمقیاس یا نیست، اسکیل فری هستن این شبکه ها یا نیست. بعد 10 سال دعوای خونینه، یکی میاد میگه که اسکیل فریه، بعد چند وقت بعد یکی مقاله مثل نه بابا شما رفتید الکی فلان کردید، اون دوباره بعد یکی میاد میگه نه حالا اسکیل فری ان ولی اونقدری هم که میگید نیست. این دعوا توی توییتر. خب خیلی ممنون، این سوسکابی هم به چیزی رسید. ما الان میخوایم یه کمی دیگه مثلا وارد جزئیات مثلا زندگی روزمره بشیم، یه نفر میخواد بیاد توی اینجا فن و شما بالاخره تجربه هاتون توی مقیاس های مختلف بوده، هم دانشجو بودی هم ایران رو دیدی هم خارج از کشور دیدی، الان هم خب یه پوزیشن تقریبا دیگه میشه بگیم شما آدم با تجربه این حوزه هستید. آدمایی که میخوان بیان این سمت و سوی شما چه چیزایی باید بلد باشن، چه مهارت هایی باید بدونن و سختی های کار شما چیه؟ خصوصا راجع به اینم حرف بزنید که هرچقدر مثلا آدم لیول به لیول میره بالا زندگی حرفه‌ای و کلی چجوری عوض میشه. اولا دنبه سال اول که بچه ها بخوان بیان، اگر منظور اینه که از فیزیک بخوان بیان دیگه، داریم دنبه کسی حرف میزنیم که فیزیک بخوان، حقیقتش نیم از من بخوان بپرسیم میگم که خوب فیزیک بخونن. حتی چه میدونم اگه دیدت آخرش به اینه که میخوای بیای بیوفیزیک کار کنی، حتی بیوانفرماتیک که میگم یه ذره حتی دورتره و اینا، همچنان کوانتومتو خوب یاد بگیر، الکترومغناطیس تو خوب یاد بگیر.
و نکته‌ای که هست اینه که من میگم فیزیک غیر از حالا اون دانشی که ممکنه به صورت جزئی بهت بده که بعداً اگه رفتی مثلا حالا کار کوانتوم کامپیوتیشن کردی ممکنه اون کوانتوم خوندنت به دردت بخوره و غیره، به طور کلی یک فلسفه داره واقعا فیزیک و یک سری از اون طرف پایه‌های فرمالیسم‌های ریاضی، تمام اینا واقعا به درد میخوره. یعنی یه موقعی ما تو گروه دکتر اشتادی مثال داشتیم همین توی کار فکر میکنم بهروز بود که مثلا فرمول هایی که توی کوانتوم مکانیک هست آخرش اینجا به درد میخورد توی بیوفیزیک، نه که به معنی کوانتوم ها، اصلا ما به نگاه کوانتومی نداشتیم، فقط اون نحوه حل اون معادله میومد اینجا یه جای دیگه استفاده میشه. این خوب یاد گرفتن اون چیزای پایه فیزیک و این رفتن فهمیدن اون فلسفه، این ریداکشن اپروچه، این که مثلا مسئله رو بیگ پیکچرش رو بفهمم بتونم تبدیلش کنم. میگم فیزیکا خیلی خوبن توی گرفتن ایده از یه تیکه، آوردنش یه جای، استعمالش یه جای دیگه. اینا رو واقعا اگه خوب یاد بگیرن بعدها فیزیکا یکم راحت‌تر از بقیه میتونن کلا گرایش عوض کنن، نه لزوما فقط به زیست شناسی، میتونن برن تو شیمی، میتونن برن علوم زیستی، میتونن برگردن چه میدونم به چیزای پایه‌ای‌تر مثل ریاضی. اینا اگه خوب یاد بگیرن به نظر من میتونن بیان این سمت. در کنارش تو این در این دور زمونه دیدیم الان همه ما چهار تایی که داریم، سه تایی که داریم این کار میکنیم، کامپیوتر خیلی مهمه، خیلی. یعنی حتی وقتی داری کار تجربی میکنی توی بیولوژی، آخرش کارت میخوره به دیتا، کار کردن با دیتا، مدل کردنش ورده. به خاطر همین یاد گرفتن این ابزارهای کامپیوتیشنال هم خیلی خوبه و به طور کل، نه اینکه مثلا خیلی ها میپرسن چه نرم افزاری یاد بگیرم خوبه، واقعا اصلا اینطوری نگاهش نکنین، چون انقدر گستردگی الان وحشتناک زیاد شده که باید بفهمیم برنامه نویسی یعنی چی، بفهمیم مدل کردن یعنی چی، و این جور چیزا رو بچه‌ها اگه یاد بگیرن و سعی کنن باز باشن، فکر کنم حسین اشاره کرد این داشتن ابزارهای مختلف، باز باشی به اینکه ابزار یاد بگیری. مثلا ما موقع درس مختلف می‌گیم، کاربرد کامپیوتر می‌گرفتیم، کوانتوم می‌گرفتیم، توش باز چیزای کامپیوتری استفاده می‌کردیم، شاید مثلا نرم افزارش هیچ ربطی به هم نداشت ولی تو می‌رفتیم اون پایه اینکه من بتونم از یه پکیج استفاده بکنم یاد می‌گرفتم. بعدم اومدن به سمت زیست، به نظرم اگر میخوان از اون فیزیکتون استفاده کنین، فهمیدن معنیش دوستش داشته باشین واقعا، واقعا فکر نکنین این به درد نمیخوره این چیزه، همشون یه جورایی آخرش بهت یه تصویر خیلی قشنگی میدن که میتونی یه جاهای استفاده کنی و یاد گرفتن کامپیوتر. حالا این وسط پیش رفتن هر جا یه سری مشکلاتی داره. من در مورد من ایران نارس خوندم، اونجا خب مشکلات خودش رو داشت. مثلا یک ساده ترین چیزش که بگم این بود که دوره‌ای که ما شروع کردیم کار بیوفیزیک ماده چگان، نه هیچ کس کار تجربی در ایران نمی کرد و این خیلی بده. یعنی توی رشته های اینطوری واقعا این که تو هیچ، ما اصلا تصور اینکه یک آزمایش چطور انجام میشه نداشتیم واقعا. کاری که میکردیم این بود که یه سری تئوری رو یاد میگرفتیم، آخرش تلاش میکردیم دیتا رو از یه جایی به زور پیدا کنیم، این دیتا رو اگه بشه بچسبونی بهش، دیتا رو حالا اگه بهت بدن از رو، حتی روی نموداره مقاله مردم اون دیتا رو میخوندیم یعنی اینطوری، و بعد سعی می‌کردیم مثلا بهش فیت کنیم، و اصلا هیچ تصوری از اینکه کار تجربی چیه، این کاری که مثلا ما بگیم ماده چگال اینا چطور. خوشبختانه فکر کنم الان بهتر شده، مثلا چون من گروه دکتر سید ریحانی فکر کنم مثلا دانشگاه شریف الان هستن بهتره، ولی خب این ضعف در ایران خیلی هست. ارتباط بین گروه‌های تئوری که خب فیزیک تئوری اهمیت داره با تجربه واقعا پایینه. من خودم برای این آموزش ندیده بودم، وقتی اومدم اینجا اصلا این که بتونم با تجربه کار بشینم، زبونش رو بفهمم، تبدیلش کنم اون چیزی که میخواد و اون چیزی که من بلدم، اول واقعا برام سخت بود. این مثلا یه خورده سختیایی بود که توی ایران بود. خب سختی دیگه هم که هست دیگه، هزار تا مدل سختی از جزئیات حراست و فلان که بگیری تا همه اینا که در نظر بگیری توی اونجا بود. اینکه تو دوره دکترای ایران حقوق نمیگیری خیلی خیلی کار سخت میگرد. فکر کنم حسین الان فکر کنم قطع شد، قصه های پرآب و چشم در این زمینه ها داره. این واقعا آزاردهنده بود خیلی. اینکه تو در من خودم در تمام دوره تحصیلم تا دکترا همزمان صبح هم درس می‌دادم. حالا شما تصور کنید، شما که تجربه کار در
دوره دکترا در خارج رو داریم، فکر کنیم یعنی چی. یک آدم صبح بره مدرسه، یک بره سر کاری و بعد بیاد بخواد تمرکز کنه رو کارش تا ساعت 8 و 9 شب مثلا توی دانشگاه توی اتاقی که حالا امکاناتش نیست، ولی به هر حال کار پیش میره و دوست داشتم، من خودم دوست داشتم من میرم بمونم. این چیزا توی اونجا بود، ولی میگم در مجموع وقتی علاقه داشته باشی تو اون شرایط هم کارتو پیش میبری. حالا وقتی میرسیم به بالاتر، یک چیزایی تو زندگی آکادمیک هست، حالا شاید اینجا خیلی بچه‌ها مثلا سوالشون این باشه، حالا من از فیزیک اومدم اصلا اومدم سمت بیولوژی، آخرش زندگیم چی میشه؟ یکی از مشکلات خیلی جدیه من حالا که نگاهم از اول آکادمیکه، خیلی دیگه این نداریم زود بریم سر کار و اینا، موندن تو آکادمی خیلی سخته، خیلی خیلی سخته و حتی خیلی شانس توش دخیله. یعنی که میبینی آدمایی که به شدت اصلا باب این کارن، دوستم داشتن، تلاششون هم کردن و نشده، آدمایی که حالا خیلی هم تلاشی نکردن و مثلا برشون پیش اومده. این موندن تو آکادمی و اینکه متاسفانه تو این دور زمانه یه اتفاق افتاده، نمیدونم شاید خیر جمعی بشریت تو اینه باعث میشه علم بهتر پیشرفت کنه. توی آکادمی الان اتفاقی که افتاده اینه که پست‌دکتر رو نمیگیرن، سابقه‌کار ثابت بهشون نمیدن و این فرض هست که آقا هرچی جابجا بشی بهتر، از این گروه برو اون گروه چیز یاد بگیر فلان میکن و پالیسیایی که دانشگاه‌ها دارن برای آوارگی داره واقعا. آره من به شدت آدم های تعداد زیادی دیدم که فقط به این دلیل رها میکنن، به این دلیل که مثلا من نمیدونم وضعیت تو آمریکا چطوریه، تو ایران که اصلا وضعیت این که تو بتونی بمونی بشه هیئت علمی که اصلا بر خودش داستانیه، یه ماجرا این که از یه فیلترهای علمی و حالا فرهنگی اینا که بگذاریم، این طرف هم اتفاقی که میفته اینه که رقابت زیاده، از اون طرف هم میگم یک سری از سیاست هایی که دانشگاه ها دارن نمیذاره اتفاقا، مثلا نمیدونم جاهای دیگه اینطور هست یا نه، بعضی از کشور اروپایی اینطوری که برای کمک به آدم هایی که دارن پاستاک میخونن اومدن یه سری قانون گذاشتن، یعنی اگه مثلا 6 سال بمونی توی دانشگاه اون دانشگاه باید استخدامت کنه. نتیجهش چی شده؟ سر 6 سال سر حواسشون هست تو سر 6 سال از این دانشگاه بری و اتفاقی میفته، قراردادهای 2 ساله 3 ساله با آدم ها میبندن، هی پستاک پشت پستاک، خیلی الان زیاد شده آدم هایی که مثلا هستن 13 سال پستاکن 14 سال پستاک پشتن و اینکه تشویق هم هی میکنن جا تو عوض کن، کشور تو عوض کن، خب این یعنی اصلا هیچ وقت تو ریشه نمیتونی جا بدی دیگه، همش هی دائم برو. این خورده کار آکادمیکو سخت میکنه دیگه. خب حقوقم که خیلی پایینه همه جای دنیا اینم که هست. آره حتی الان که مثلا شما پوزیشن خیلی بالایی دارید، حقوقتون واقعا نسبت به متوسط بقیه شغلای اینداستری نیست. اصلا نیست، اصلا حقوق خیلی در دانشگاه پله های خیلی کم بالا میره. یک پروفسور مثلا حالا توی آلمان لول های چیز دارن، مثلا لول تقریبا میشه آخر لول 3 مثلا تصور کنم خیلی ها هستن، یعنی اونا که آدم های دیگه رد بالا حساب میشن این لول رو دارن، این حقوقش از کسی که امروز وارد دیتا ساینس میشه در صنعت کمتره بعد 30 سال کار، و اینکه خیلی بر خودش اصلا پروفسور در آلمان یک جایگاه خیلی ویژه داره، این حقوقش از کسی که امروز پاشو میذاره توی دیتا ساینس کمتره. اینم مثلا از اون جمله مشکلشه و علاقه میخواد دیگه. یعنی من خودم همیشه عاشق فضای علمه بودم، بشینی بحث علمی بکنی، چیز جدید یاد بگیری، بری سمینار، کیف میکنم مثلا از اینجور چیزا. این مشکلاتش هم همیشه هست و آدم واقعا بعضی موقع کم میاره، یعنی بعضی موقع فکر میکنیم اینکه آقا بمونم نمونم، این خیلی سخته. و اینکه همیشه هم بعد از اون هم که تازه من همیشه یه چیزی که میگم اینه که وقتی میمونی دانشگاه تازه دیگه برسی به اون اوجش، همه چی خوب پیش بره، همه شرایط خوب پیش بره و تو بشی پروفسور، آخرش اتفاقی میفته اینه که هر سال هر لحظه باید به فکر گرفتن گرانت باشی و از اون طرف تو باید چیز باشی، به خودی خودت یه جور شبیه شرکت باشی، مدیر باشی،
حسابدار باشی، نیروی انسانی باشی، روانشناس باشی، با چیز صحبت کنی، نمیدونه حواست به چیزای مالی باشه. اصلا یه چیز کار واقعا سنگین و وحشتناکه که روحیه‌اش هم باید داشته باشی. یعنی بعضی موقع منیجمنتی که تحمیل میشه، همونطور که گام به گام میای بالا یهو میبینی ای آقا، اصلا واقعا خیلی زود میبینی که آقا ریسرچ اصلا داره کم کم میره به حاشیه، من همش دارم ایمیل میزنم، دارم با این دادم به این فان دقیقا این اینا هست. ولی خب همچنان هم اون فضای جذاب چیز یاد گرفتن و بحث علمی و فکر میکنی که چون این دقیقت تصورشون اینه که دیگه ما استاد میشیم صبح تا شب مرزای علم رو گسترش میدیم. نزدم شما صبح تا شب داری ایمیل میزنی، خواهش میکنی از تو این جلسه میری تو اون جلسه، اگه پاداد یک دو سه ساعت هم فکر میکنی تو روز، فکر میکنی دقیقا. یه در واقع بهتر چیزی که آخرش توش متخصص میشی انتخاب خوب دانشجوی خوبه که اونها کار علمی بکنن و تو اینا رو مدیریت کنی. آره دقیقا، که تو بتونی یه تیمی رو خوب جلو ببری و این چیز مهمیه. خب حسین، شمایی که هم دکترای ایران تجربه کردی هم اومدی اینجا، به نظر جنس چالش ها داخل و خارج ایران چیه؟ و اگه کسی میخواد به نظر فیزیک زیستی رو بخونه، پیشنهاد میکنه که تو این اوضاع و شرایط ایران بمونه دکترا بخونه؟ و اگرم صلاح میدونی یه چند تا دانشگاهی و گروه توی ایران رو معرفی کن که اینا روی مسائل زیستی کار میکنه. خب اول اینکه چالش میخوای قبلش هم مسئله پشه و برق رو بگو. چون من یه آزمایش قبلش یه بار دیده بودم که یه سری رفته بودن ریپورت کردن که آقا گاوا در جهتی همیشه وای میسن روی علفزار که در راستای عبور میدان مغناطیسی باشه. بعد ملت رفته بودن با گوگل مپ با همین چیزا عکس گرفته بودن از یه عالم گاو، دیده بودن راسته. بعد خلاصه انگار که گویا درک بزرگ مقیاسی از میدان مغناطیسی توی گاوها وجود داره. حالا من اینو فقط خیلی ژورنالیستی شنیدم، نمیدونم اینا حالا پس فردا آقای رایفی پور نه وصلش کنه به کعبه و این حرفا، حالا شما برید سراغ پشه و نور. منم یه چیزی خوندم در مورد این موضوع، فکر کنم حالا عمومیت نداشته باشه ولی برای بعضی از حشرات ظاهرن این کار میکنه. اون حشراتی که اتفاقا توی شب پرواز میکنن، چون توی شب برای که مسیریابی انجام بدن توی مسیر خودشون حرکت بکنن، توی خط مستقیم حرکت بکنن، زاویه خودشون رو همیشه با منبع نوری که اونجا بوده، حالا مثلا ماه بوده یا ستاره بوده یه چیزی بوده که میدیدن اینو، فاصله خیلی دوری بوده یه منبع نور بوده، بعد همیشه این سعی میکردن که زاویه حرکتشون رو با این منبع نور ثابت نگه دارن با یه تقریب، چون این فاصله خیلی دوره. خب اون زاویه وقتی شما مسیر حرکت میکنی، چون علل اصول شما وقتی بخوای زاویه تو ثابت نگه داری باید روی یه مسیر منحنی حرکت بکنی دیگه. ولی چون اگه فرض کنیم که این یه نقطه است، پس شما همیشه میخوای با زاویه مثلا فرض کن 90 درجه با این حرکت بکنی روی یه دایره میچرخی، ولی خب چون این خیلی فاصله دوره، مسیرامون هم خیلی کوچیکه، این خط مستقیم حرکت میکنن. آره تقریبا خط مستقیم برای اونجا درسته. صدای من میاد؟ بله. تصویرتون خب حالا داستان اینه که اینا وقتی که با این دنیای جدید روبرو شدن، با وجود نورهای مصنوعی که انسان تولید میکنه، حالا شمع و چی میدونم نور لامپ و این چیزا، اینا به اشتباه میفتن. یعنی اینا معیارشون رو میذارن این لامپه یا این شمعه، بعد میخوان همیشه زاویهشون رو با این نگه دارن، بعد میرن اینجوری میرن میشستن بگیرن، بعد دیگه نمیتونن از این جداشن. هی میخوام جدا بشم، هی باز دوباره اینو معیار قرار میدن، تق میدن میشستن دوباره بگیرن. و اینکه مثلا این داستان برای مثلا پروانه هم بوده اتفاق، مثلا شب پره اون موقع مثلا میخواسته معیارشو قرار داده برای این مثلا شمعه، می‌رفتیم می‌رفتیم می‌چرخیده دور شمعه و تق می‌رفتیم بسید این شمعه و آتیش می‌گرفته.
و این عرفانی ها می اومدن اینو تعبیر میکردن به این که این عاشق رسیده به معشوق و دیگه خلاصه دامنم از دست برفت شد دیگه. اینا بیچاره ها میخواستن یه کار دیگه انجام بدن بعد به این دوشار شدن. خب حالا برگردیم سر اون داستانه که ایران و خارج و بیاییم و نیاییم چیکار کنیم آقا. من خودم جز افرادی بودم که حالا من اعلام بکنم من به هیچ جا وصل نیستم، یعنی هیچ کانکشنی با هیچ جای ارگان‌های دولتی و چه غیر دولتی من ندارم. من حس درونی خودم بود که همیشه دوست داشتم در ایران بمونم. آقا من یه چیزی بگم، چقدر عجیب و غریب شده روزگار که وقتی یکی میخواد بگه من دوست داشتم تو کشور خودم بمونم باید قبلش اینقدر مقدم بگه بابا خونمه، چی میگن، همه چیزش عین منه، شکل منه، مردم عین منن، خب معلومه من باید اینجا رو دوست داشته باشم. بالاخره آدم کلی خاطره داره، کلی چه میدونم زندگیش اونجا بود، بچگیش اونجا بود، همه چی. من خیلی هم به این اعتقاد ندارم که ما مرز و چه میدونم خاک و آب و فلان و حرفا، ولی خب من بالاخره تجربه زندگی رو از اونجا شروع کردم. من بخاطر همین به اونجا علاقه دارم بهش، حالا نمیدونم چرا، ولی علاقه دارم که دوست دارم که اونجا باشم و سعیم کردم که واقعا اونجا باشم، یعنی تمام تلاش خودمون کردم که اونجا باشم، تو ایران بمونم، ادامه بدم. دکترام اونجا گرفتم، سربازیم هم انجام دادم که باز هیچ مانعی وجود نداشته باشه که اونجا بمونم ادامه، ولی تهش نشد خودش. اونم دلیلش این بود که واقعا مشکلات اونجا خیلی زیاده، یعنی برای من دانشجو که اون موقع دانشجو بودم بعدش دکترامو گرفته بودم، فرنوش اشاره کرد ما بچه‌های دکتر اشتادی هممون تو مدرسه کار میکردیم از دم برای که بتونیم یه هزینه‌ای در بیاریم که واقعا امور زندگیمون رو بگذرونیم. حالا این داستان‌های آی وای پی تی رو من از فرنوش و سعید و اینا یاد گرفتم که خودم رفتم تو داستان آی وای پی تی و کلی اونجا خاطرات خوبی دارم و کلی آدمای جدید شناختم اونجا. یکی از دلایل عمده من بود که اونجا بمونم، چون یه کامیونیتی دانش آموزان خیلی علاقمند به علم بودم و من وقتی میدم مثلا من میتونم برای اینا یه کاری انجام بدم، چه بهتره که اینجا بمونم برای اینا یه کاری انجام بدم و اینا مثلا علاقمند میشن، کلی حالا ایده جدید دارن تو زندگیشون. و حالا من یه کوچیکم بگم، آی وای پی تی رو اشاره کردی، واقعا هم خوش میگذشت با همه سختیش، اصلا اون حس و حال اون دوره ما داشتیم که کار علمیمون هم میکردیم، انصافا دانشجو خیلی بدی هم نبودیم، یعنی واقعا خوب کار میکردیم، کارا رو پیش میبردیم با این و میرفتیم، نمیدونم گرد همه دانش آموزی را مینداختیم، آی وای پی تی رفتیم، مدرسه معمولی میرفتیم، درس میدادیم، همینا. آخرش هم خیلی جذاب بود زندگی. من هنوز هم دوست دارم اون فضا خدایش، من خیلی دوست داشتم اون فضا رو، ولی تهش به اینجا رسید که نشد دیگه. واقعا انقدر مشکلات اقتصادی فشار رو، به خصوص وقتی که دیگه حالا متأهل میشی دیگه، مثلا از فضای خوابگاه در میاد دیگه، از خوابگاه پرتت میکنن بیرون، میگن که حالا برو زندگی کن دیگه خودت دیگه، دولت اگه راست میگی برو زندگی کن. آره. دیگه خلاصه اینجوری شد و ما دیگه مجبور شدیم از ایران بیایم بیرون. یعنی من میفهمم واقعا بچه‌ای که تو ایران الان دارن زندگی میکنن، کار میکنن، درس میخونن، خیلی براشون سخته زندگی کردن اونجا. شما خانومتون هم فیزیکیه؟ من آره، خانومم هم فیزیکیه، با هم دیگه تو یکی از هم کنفرانس ها با هم دیگه آشنا شدیم. خانومم از دانشگاه علوم صنعت بود، بعد من دانشگاه شریف بودم، توی کنفرانسی توی کیش با هم دیگه آشنا شدیم و اونجا با هم دیگه. آقا زمان ما همش اردبیل و تبریز و جای سرد و اینا بود کنفرانس، چی شد واسه شما کیش؟ کنفرانس کیش من تا الان نشنیده بودم. کنفرانس نانو بود، هر دو سال یه بار برگزار میشد.
بعد اینم چون بین‌المللی بود میخواستن کلی آدم خارجی دعوت بکنم، خاطر همین کیش راحت‌تر بود ظاهرا. آها این خیلی خوبه که این مثلا یه چی میگن رو درواسی ایجاد میشه. من اون موقعی که بهش دادم یه بار یه کنفرانسی برگزار کردن، کنفرانس اپتیک فوتونیک، بعد اون موقع خب دکتر ترنچی رئیس بهشتی بود و بعد اینا هم خلاصه آب و تاب دار. من تو عمرم هیچ موقع اونقدر پای سیب نخوردم، یعنی اگر تو زمان کنفرانس اپتیک فوتونیک رو حساب کنید یه تنه از حجم پای سیبایی که من خوردم از کل عمرم بیشتر. چقدر واقعا خوب بود. و خیلی جالب، من اونجا نقشه چیز داشتم، من خبرنگار کنفرانس بودم، ولی خب چون همه دکتر مهندس بودن همه هم مرام آی دکتر صدا میزدن. خیلی خوب بوده، هم حس تحویل گرفتن داشتیم هم پای سیب بود. آره خیلی خوش میگذشت. بعد الان شما به نظرتون برمیگردی ایران استاد بشی یا آینده رو چه جوری میبینی آینده کاریو؟ من الان که داره خیلی اوضاع داره بدتر و بدتر هم میشه دیگه، حالا با این داستانایی که داره پیش میاد، یعنی من الان 2 سال پیش از ایران اومدم بیرون، این توصیفاتی که الان از ایران میشنوم تو این 2 سال، تصوراتی که من از ایران دارم تصورات 2 سال پیشه. بعد الان که برای من توصیف میکنن که آره اینجوری اینجوری اینجوریه، من نتونستم برم هنوز به خاطر کرونا و این داستانا. ولی این داستانی که برای من تعریف میکنه این کار که مثلا 20 سال گذشته، یعنی انقدر همه چی تغییر کرده که انگار که دور تون گذاشتن، همه چی داره با سرعت زیاد داره رو به سوی حالا سخت‌تر شدن داره میره. نمیدونم واقعا، من دوست دارم، یعنی واقعا همیشه ته دلم این چیزو دوست دارم که دوباره برگردم اونجا، دوباره کنار کسایی باشم که بهشون از اول با من بودن و علاقه دارم بهشون. ولی حالا اینکه بشه یا نشه چقدر صدا من میاد؟ بله بله. من مشکلات دیگه اینجا دارم که مثلا همین بخیر دوری از کسایی که دوستشون دارم، دلم میخواد کنارم باشن، کنارشون باشم، این یه فضایی برای من ایجاد کرده. و اینکه خب محیط جدیده دیگه، شما بالاخره باید زبان جدیدی، به خصوص فرانسه که خیلی روی زبانشون حساسن، شما حتما باید فرانسوی یاد بگیرید، چه میدونم کلی باید برش وقت بذارید دیگه، بالاخره توی جامعه جدید اینتگریت بشید، چه میدونم آدم های جدید رو بشناسید، راهچه های جدید رو بشناسید، اینا خودش کلی وقت بره به نظر من. برای سن من میشه قبولش کرد، ولی برای یه خورده سن بره بالاتر دیگه واقعا سخت میشه. کسی که جوان تر بیان اینجا راحت تر میتونن این کار انجام بدن. مثلا من که بالای 30 هستم، بالای 30 اومدم اینجا یه مقداری برام سخت بود. آره حرف خیلی مهمیه، منم زیاد شنیدم از آدم ها، خصوصا اونا که مثلا دیگه پست ها کنار رفتن و قاعدتا، یعنی وقتی من مثلا بچه های میبینم که اینجا از زمان لیسانس اومدن، اونا اصلا تو این وادی ها نیستن، چون منم آدم یه دوستایی توی دوره لیسانس میسازه که اونا با هیچ مقطعی به نظر من قابل قیاس نیستن، آدم هم یه ذره پخته شده، هم هنوز شور جوانی ها داره، و اگر تو یه دفعه همه این کارا میکنی، همه این دوستی ها رو ساختی، بعد بلند میشی میای یه جایی، فقط خوشحالی که درد و بلاهایی که ایران هست به سرت نمیاد، ولی وقتی میخوای خوش بگذرونی خیلی سخته تنهایی خوش گذروندن. یعنی آره من دیروز رفته بودم اینجا، خیلی هم خنک بود، کنار دریا خیلی هم قشنگ، بعد یه آقایی ایستاده بود رو به دریا، خیلی یه جست خوب بود، من گفتم کاش این جست رو من گرفته بودم، یکی از من عکس میگیره. بعد داشتم تو ذهنم به خودم گفتم حتی منی که میخوام یه عکس تنهایی هم بگیرم، تو ذهنم میگم کاش یکی بود که عکس رو میگرفت، یعنی توی خودخواهانه ترین شرایط و مثلا تنها ترین شرایطم باز با یکی باشه. یعنی یه بند خدایی میگه خیلی خوب آدم تنها بره خوش بگذرونه، به شرط اینکه
یکی باشه بعدم بری براش تعریف کنی حتی. و اینکه شما همش تمام تجربه های جالب و اینجا تنها میسازی به نظرم این چیز مهمیه راجع به زندگی خارج از کشور. آره نه. آره ما هی داریم تلفات میدیم یکی یکی آدم ها کم میشن. حمید رضا تو دکتراتو بالاخره آمریکا گرفتی. بله بله. حست چیه به نظر؟ ببین من فقط تجربه لیسانس داشتم تو ایران، به نظرم زیادم هم بود راستش، همون تجربه لیسانسی هم که داشتم و اینکه اصلا نمیتونم تصور کنم که اون سیستمی که من لیسانس گرفتم بخوام با یه نفر کار کنم مثلا. چون ببین تو وقتی حسن تکوینی میری مقدار خیلی بیشتری از زندگیت توی دانشگاه دیگه حتی نسبت به لیسانس. به خاطر همین یه چیزی که میخوام بچه‌هایی که ایران اگه میخوان تحصیل تکمیلی ایران بخونن مثلا یه گروهی مثل گروهی که بچه‌ها دارن ازش حرف میزنن از قبل پیدا کنن، هدفشون رو بذارن برن سراغ اون گروهه. یعنی اینجوری نباشه که آقا من میخوام برم دانشگاه تهران، حالا بریم اونجا استادی پیدا میکنی. احتمال داره ضربات روحی که از اون میخورید خیلی بدتر از خیلی چیزا باشه، میدونید؟ چون سیستم دانشگاه ایران که کاملا استاد محوره، اصلا چیزی توش نیست. به خاطر همین ببین همیشه یکی از کارکنان FSU اینو به هم گفت، گفتش مهم عامل اوله، تقریب اوله شادی تو توی محل کار immediate boss، یعنی اون رئیس درجه اولته، اون کسی که باش برخورد داریه. و حالا توی سیستم دانشگاه ایران اون رئیسی که باش برخورد داری و استادته عملا ریاست مطلق هم داره، یعنی قدرتش خیلی بیشتر از یک استاد مثلا مثل آمریکاست. بخاطر همون تو اگه دقت نکنی میتونی ضربه هایی بخوری که اصلا واقعا جبران ناپذیر باشه. بخاطر همون خیلی دقت کنم به نظر من توی آمریکا در اصل مثلا یه چیزی که میتونن خیلی دقت کنن اینه که مثلا ما بیوفیزیک کار میکردیم ولی دپارتمان فیزیکم ببخشید من این اگه بر ندارم یه چیز خودشو میمونه تا اگه همه دپارتمان‌ها رو خوب نگاه کنی احتمال داره یه سری درسایی که واقعا در آینده احتیاج خاصی بهشون نداری و دیگه نیا پاس کنی. مثلا دوستای من که مستقیم اومدن دپارتمان بیوفیزیک دیگه نمیام کوانتوم فیلد تئوری پاس کنن یا کوانتوم منی بادی پاس کنن. ما 11 تا این درس رو پاس کردیم، یه درس چند هم اضافه پاس کردیم که بتونیم بیوفیزیک بخونیم به امان. خب اون خیلی وقت میبره، ولی ته تهش چون به اندازه‌ای که بتونی رو پای خودت واسه پول میگیری واسه درس خوندن، خب تمرکزش قابل مقایسه نیست با ایران. یعنی تو دیگه واقعا احتیاج نداری کار دیگه بکنی تا موقعی که درس تموم شه. در زمینه شغل و اینا همون چیزی که بچه‌ها گفتن درسته، آکادمی اینا سخته یکم، ولی به چیز بستگی داره، به اون فیلد کاری بستگی داره. الان فیلد کاری که من توش هستم یکم از میانگین بهتره، ولی فیزیک ماده چگال از یعنی کاملنش با یعنی خیلی سخت جا پیدا کردم. توی بیوفیزیک ساختاری تو آمریکا نسبتاً جا هست، حالا اینکه بگیم خیلی راحته، حقوقا هم بالا نیست، ولی جا نسبتاً هست. ولی بازم تهش میای همه اون کارهای منیجر رو میکنی، ولی خب حقوقی که میگیری کمتره. ولی خب اون چیز هم هست دیگه، اون محیطی که توش کار میکنی فرق میکنه با محیط اینداستری. یعنی رئیس بلافاصله نداری، خودت رئیس خودتی یه جورایی. حالا نه دقیقا، فقط ببخشید من یه 10 دقیقه یه 5 دقیقه دیگه باید برم. سگ دوستمون پیش ماست، ما یه دوستی داریم که چینی بود و سازمان مهاجرت گفت باید بری چین ویزا بگیری برگردی، نمیتونی ویزا تمدید کنی. من این ژانویه 2020 رفت ووهان، بچه ووهان هم هست. آخ 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 آخ، این هنوز اونجاست، الان اپلای کرده هنوز ویزاش نیومده، سگش خونه ماست، الان سگ مریضه بعد ببریمش دکتر. اوکی من سعی می‌کنم بحثو با این سوال دیگه جمع کنیم. ما نمیدونم حسین با سوی من میچرخه واسه نیست حالا دارم. چیزی دارم که دود بیاد. سوال آخرم اینه که چون این لایویه که شما هر سه نفرتون ازدواج کردین و خب حالا فرنوش هم مادر شده، به نظرم این چیز مهمیه. من چند وقت پیش اتفاقاً یه توییتی بود که یه دختری توییت کرده بود که چرا هیچ موقع کسی راجع به این حرف نمیزنه که اگر یه دختر مثلا حین پی اچ دی باردار شد باید چی کار کرد،
یا بالاخره بچه آوردن توی زندگی آکادمیک، یعنی هیچ کسی، یعنی من اینو بارها از آدم هایی که مثلا تازه بچه دار شدن شنیدم که ما هیچ موقع فکر نمی کردیم اینقدر وقت گیر باشه بچه بزرگ کردن. من میخوام یک کمی راجع به این حرف بزنید که خصوصا اینکه من نمیدونم این چقدر کوریلیشن هست، ولی من اکثر دوستای علمیم که دیدم اینا با هم رشته خودشون هم ازدواج کردن. راجع به چیزایی که دوست دارید حرف بزنید و به نظرتون جالبه، یکم راجع به مسئله ازدواج کردن به عنوان کسی کارش علمه بگید. و حالا فرنو شما اگر دوست داشتید از بچه دار شدن و اینکه مثلا آیا ریسک قبل از دکترا آدم از این کارا بکنه بیچاره میشه یا اینکه چی؟ به نظر من سوال مهمی. صدای منو میشنوین؟ من صداتون رو میشنوم. میخواین اول همین رضا جواب بده چون باید بره بعدش ما. ولی راستش زندگی شخصی مسیر هر کسی متفاوته دیگه، واقعا نمیشه براش نسخه کشید اصلا. من دوستایی داشتم که اومدن اینجا ازدواج کردن و خیلی خوشحالم، دوستایی داشتم که از ایران با پارتنرشون اومدن و خوشحالم و برعکس هر دوشون هم دیدم، یعنی چیز عجیب غریب. درباره بچه دار شدن ما همکلاسی داشتیم که توی موقع پی‌اچ‌دی گرفتن بچه دار بشه، دپارتمان‌های تحصیلات تکمیلی آمریکا شدیداً ساپورتیون، ولی همچین ساپورتی توی محل کار وجود نداره. یعنی من بچه‌تو نمی‌تونی بیاری دانشگاه بذاری تو مهد کودک دانشگاه. ما چرا خیلی از دانشگاه مهد کودک دارن و شما به عنوان یه تی ای می‌تونی ازش استفاده کنی و اینکه استادا خیلی باهات راه میان اگه ببینن داری بچه دار میشی. و کلا تو آمریکا فرهنگی این که شما اگه پارتنر داری من سعی کنم، یا بچه داری من سعی کنم رعایتت کنم هست. ولی این توی تا جایی که من خبر دارم، مثلا ما داشتیم یکی از بچه‌ها که اینجا سر کار میرفت، خانم چهارشنبه زایمان کرده، دوشنبه اومده سر کار. به جز یه تعداد خیلی کمی از کمپانی‌های آمریکایی که انقدر هم چیزن، هم توی استیت های لیبرال ترن، هم نیروی کاری که میکنن باید دیلای خوبی بدن، هیچ گونه ساپورتی برای بچه دار شدن وجود نداره. یعنی شما یه جورایی با اینکه خیلی فقیرتری اگه توی دانشگاه بچه دار بشی ساپورتی بیشتری میگیری، چون حداقل استادا میتونن باهات راه بیان. ولی توی یه کمپانی توی آمریکا رئیس شما باهاتون راه نمیاد، چون اصلا چیزی که ندارن، مثلا لیو و اینا که ندارن، یعنی از لحاظ قانونی ندارن، یعنی هیچ اجباری وجود نداره که داشته باشن. بخاطر همون خیلی از چیزا اینجوریه که خب ببین، یا باید سیکلیپت استفاده کنی پول در نیاری، یا منم اگه خیلی نیومدی من نیرو کار احتیاج داشتم یکی رو جات میگیرم. تو آمریکا اینجوریه. حالا الان کل سیستم سیاسی سر اینه که ما اینو درست کنیم، حداقل 6 ماه مثلا مترنتی لیو اینا بدیم، ولی هنوز نتونستن درستش کنن. به خاطر همین باید خیلی حتما قانون اونجایی که میخوای بری و باید نگاه کنی، یا اون شرکتی که داری میری. نمیشه فقط فرض کنید چون یه کشور پیشرفته است این چیزا هم داره منو حمایت میکنه. علی شما گفتی قبل از اینکه آمریکا بیای ازدواج کردی؟ آره من تو رابطه بودم ولی اینجا به صورت ریموت عقد کردم. داستانش خیلی طولانیه. ولی تو یه رابطه بودم همشو. ده. این چیزه بالاخره اون دو سالی که من این دو سالی که من مجبور شدیم که از راه دور رابطه داشته باشیم، چون من نتونستم ارشد ایران بخونم به لطف اساتید با شخصیت دانشگاه تهران، خیلی سخت گذشت، خیلی خیلی سخت گذشت. ولی خب ما دووم آوردیم و خیلی بعدش بهتر شد. به این سادگی ها واقعا نیست، من واقعا نمیتونم بهش کسی توصیه خاصی بکنم. میدونی اوکی بچه ها خیلی خوشحال شدم، ما بریم این سگ رو ببریم قربونه. امیدوارم که زندگی از اینجا بعد خیلی برات خوب باشه همین رضا، و بازم تبریک میگم. امیدوارم این دوستتونم به زودی بتونه برگرده. آره 2 ماه گذشته، حالا ویزاش بیاد سگشو پس بدیم. خیلی سخته تو آپارتمان سگ نگه داشتن. آره خدا حافظت. خیلی خوشحال شدم. قربونت تو، مرسی، لطف کردی. مراقب خودت باش. موفق باشی. حسین شما هم رفت و آمدت زیاده. خب از اون شد. شما میخوایی راجع به این
ما داشتیم راجع به ازدواج حرف می‌زدیم و کلا اینکه توی این مسیر علمی چقدر سخته، چقدر خوبه، چقدر مثلا کمک میکنه. حالا ازدواج آره، و اینکه چقدر کوریلیشن هست بین تو فیزیکی ها معمولا میرن چیه غیر فیزیکی رو دوست ندارن مردم، چرا همه با هم ازدواج میکنن؟ نه من مثاله خیلی زیادی هم دارم خلاف این، ولی کلن به نظر من ازدواج یه چیز خیلی کاملا شخصیه، یعنی ممکنه یه نفر بتونه از ازدواج براش خیلی کمک کننده باشه، مثلا برای من اینجوری بود، خیلی کمک کننده بود. بالاخره وقتی یه نفر کنارت هست همیشه، کنارت حس میکنیش، کنارت هست، چه میدونم خیلی از جوا که احساس میکنی کمیگری، خوب به اون تکیه میکنی، اون هست کنارت کمکت میکنه، این به نظر من خیلی مهمه. ولی خب دیدم کسایی بودن که واقعا ازدواج های ناموفق داشتن و اونا هم خیلی ضربه خوردن از این قضیه و اصلا کلان شد رو زندگیشون خیلی تاثیر گذاشته، اصلا مسیر علمیشون رو منحرف کرده. مثال اینوری هم وجود داره. به نظر من خیلی مسئله کاملا این مسئله شخصیه، ولی اینکه تاثیر منفی مثبت گذاشتن خیلی به آدمش بستگی داره، خیلی به اون رابطه بستگی داره. تجربه من، اگه تجربه من رو میخوایم بپرسیم، تجربه من خیلی تجربه موفقی بوده و اینکه من خیلی راضی هستم از این اتفاقی که افتاد. خیلی هم خوب، امیدوارم که همیشه به شادی باشی، سلامت باشی. دیگه همین دیگه، ما بچه دارم نشدیم که نمیدونم الان تجربه بچه دار شدن چجوریه و رو فرنوش خانوم کنم بهتر بتونم توضیح من نبودم. نه همین داشت توضیح میداد. آره فرنوش بکنم بهتر میتونه توضیح بده در مورد اون جمع بزیه که من بیشتر من راست خیلی تازه هست میگم، پسرمو 5 ماشه. در مورد ازدواج با حسین موافقم، خیلی شخصیه به نظرم، منم تجربه خوبی داشتم. این چیزی که میگی که بچه ها ازدواج به بچه فیزیکی زیاده، من واقعا نه آماری دارم نه میدونم، بودن تو دوستام اونورش هم بودن، مثال زیاد بوده که ازدواج با آدم های دیگه رشته های دیگه، ولی وقتی ازدواج دوتا هر دو فیزیکی هم خب خیلی کمک میکنه، خیلی برای من که واقعا اینطوری بوده. خب ما مثلا یه دوره که اصلا دستش واقعا بد بود، به خود ما همکار بودیم، ما در شریف ما هم همگروه بودیم، توی فوق لیسانس بار چیز بودیم. حتی ما وقتی قبل از این که خارج از ایران ازدواج کردیم، موقع بیشتر هم کلاس و هم گروه و دوست بودیم. بعد اتفاقی که افتاد این بود که وقتی اومده بودیم اینجا همکار شدیم توی گروه و بعضی ها میگن خیلی تجربه بدیه، خیلی اشتباه هستن، یعنی من حتی از آدم های استادام در ایران چیز گرفتم، پالس گرفتم که نکنین این کارو، اشتباه، زندگیتون تحت تاثیر قرار میگیره. برای ما که تجربه عالی بود، فوق‌العاده بود، هیچ مشکلی برام ایجاد نکرد، خیلی یه جور سینرژی خیلی خوبی بود، کارامون رو با هم پیش میبردیم. یه مشکلی گاهی اوقات سر این ماجرا هست، گاهی اوقات باعث میشه که رقابت بین دو نفر ایجاد شه، برخوردهایی که کار بیاد تو خونه به هم بخوره. یه مشکل دیگه اینه که گاهی اوقات یکی میره زیر سایه اون یکی، یعنی وقتی کار میکنه بقیه فکر میکنن همه کارشون کرده، به خصوص این مشکل برای خانما خیلی پیش میاد که فکر میکنن شوهر داره همه کارو میکنه، این فقط داره نونشو میخوره. مال ما اینجوری نبود، فضای گروه خیلی خوب بود، خودمون هم خیلی و دائم همش داشتیم به هم کمک میکردیم. یه موقعی ولی واقعا بعد نظر اینکه اصلا دیگه زندگی و کار قاطی بود، ما تمام مدت چون هم این دو صورت قاطیه، همین که بالاخره شباهت وجود داره، هم که اساسا شغل دانشگاهی خیلی ناپایداره، یعنی یه موقع یکی مجبوره بره به شرق، یکی مجبوره بره به غرب، بعد خب داره با هم باشن ولی چون جمع نقیزه این میشه.
اینم دقیقا این مشکل هم تو دوستامون دیدم که دقیقا یکی چیز اصلا از نظر حتی فیزیکی این واقعا این برمون برن از نظر کاری، ولی مال ما خوشبختانه خیلی خوب پیش رفت، با هم بودیم، کارامون یکی بود، خیلی با هم کمک میکردیم و از یه جایی بعد تلاشمون میکردیم که این اتفاق نیفته، یعنی هم زندگی رفته بود تو کار و موقع کار دارم به کار خونه حرف میزنیم، تو خونه سر شام و نهار داشتیم دارم به کار حرف میزنیم، تا شب کار میکردیم، خیلی قاطی پاتی همه چی با هم بود. ولی از این موقع سعی کردیم کار نکنیم و بعد از اونم که سعید همسرم رفت بیرون توی چیز صنعته، این خیلی خوب بود به نظرم، تجربه خوبیه ولی بازم خیلی متفاوته، میگم این برای یکی یا حتی همین همکار بودن هم رشته بودن خوبه، برای یه تجربه بدیه. این از این. در مورد بچه دار شدن، من راستش خیلی تجربه‌ام خب کمه و نمیتونم حرف بزنم، ولی خب تجربه که دارم بچه دار نشدنه، خیلی تجربه زیادی دارم در این زمینه. خب اونو منم دارم. مشکلی که هست اینه که واقعا این مزل آمار زیاد هست، میشه آدم سرچ کنه ببینه آمار در مورد اینکه اصلا کلن یک خیلی یه نمودار خیلی جالبی من میدیدم، یه شیفت وجود داره با تحصیل و سن بچه دار شدن، هرچه سن خانم میره بالاتر تحصیلش میره بالاتر، سن بچه دار شدنش میره بالاتر، که حالا نمیشه بگی این رو اون تاثیر گذاشته یا اون رو اون، چون بچه دار شده دیگه درس نخونده یا چون درس نخونده تصمیم گرفته بچه دار بشه، ولی خلاصه این هست، یعنی وقت تحصیلات میره بالا سن بچه دار شدن میره بالا، که هیچ جای دنیا اینو مثبت نمیدونن و سعی میکنن به کمک کنن که این اتفاق نیفته. بعد این هست که همون مثالایی که حمید رضا زد که متاسفانه وقتی حمایت نیست، خب یه نفر من نمیتونم هزینه داره، وقتمو میگیره، برنامه‌های زندگیمو به هم میریزه، خب بچه نمیاره. تو صنعت یه مشکلی، این چیزایی که در آمریکا گفت حقیقتش اینه که جامعه سوسیالیستی اروپا ندارن این مشکلو، خیلی حمایت ها زیاده. اینجا مثلا این همین مترنتی لیو، مرخصی قبل زایمان و مرخصی بعد زایمان یه مدتش اجباریه، یعنی اینکه کارفرما باید به تو حقوق بده و تو باید کار نکنی. بعد از اون مثلا یک ماه و نیم قبلش تو آلمان، دو ماه بعدشه، بعد از اون میتونی تا سه سال مرخصی بگیری با کم شدن حقوق. خب اینا خیلی کمک میکنه، مثلا قوانینی هست که حتما باید دوباره برگردونه کارفرما تو رو سر کار، نمیتونه جایگزینت کنه، فقط باید موقت تو رو بر جای کسی رو جا بیاره. این چیزا آمریکا نیست، تو قطع کنی امروز بگی میرم چیزی که کارفرما میتونه بندازت بیرون و یکی دیگه نیرو جای جات بگیره، این چیزا وجود داره. ولی وقت حمایت ها هست باید بله. اینجا توی فنلاند یه قانون بامزه‌ای دارن که بعد از زایمان مرخصی رو به خانواده میدن، واسه همه مثلا مرد میتونه بیشترش رو استفاده کنه، بمونه خونه از بچه مراقبت کنه، میتونه نه نصف کنن، میتونه خانمه بیشتر، خیلی چیز جالبیه که به خانواده مرخصی میده. آره اینجا هم هست ولی واقعا خوب استفاده میشه اول و آخرش، به خاطر من فکر میکنم مثلا یکی از عوامل شیر دادنه، اول و آخرش آخر مادر هست که میمونه اینجا، بگنم قوانین هست ولی آمار رو نگاه کنی مادره که میمونه خونه. خب منطقی هم پس قاعدتا. بعد خلاصه این وقتی این کمک هست باعث میشه که این اتفاق بیفته که آدم یه احساس آرامش بکنه. حالا کنار همه اینا آکادمی خودش هم برای خودش یه فاز دیگه داره، همون ماجرا که گفتم که هر دو سال قرارداد تمدید میشه، هیچ وقت به ثبات نمیرسه و تو هر بار داری میگی حالا تز فوقم بنویسم، حالا تز دکترامو بنویسم، ممکنه نتونم اگه بچه داشتم، ممکنه دکترام نصفه بمونه، بعد دوباره بعدش میگی بذار حالا این پروژه تموم شه، بذار این پستاکه تموم شه، بذار بتونم پستاکه بعدی رو بگیرم، بچه بیاد نمیتونم اپلای کنم. این متاسفانه نمیدونم، من خیلی از این واقعا خوشم نمیاد که جا افتاده در دنیای آکادمیک، که این گپ خیلی بار منفی داره در دنیای آکادمیک، گپ سی وی تو رزومه تو، و این باعث میشه که خب مثلا فکر می‌کنی خب باشه بچه بیاد معلوم نیست چه اتفاقی میفته، گپ دو ساله سه ساله ممکنه بیفته، و واقعا من مثال دارم از دوستانم که این اتفاق افتاده، اومده بیرون بچه دار شده و حالا برگشتن اصلا یک چیز خیلی خیلی سختیه. اینا باعث میشه که تو هی به عقب بندازی و تصمیمتو تو بذاری یه موقعی که با بذار به ثبات برسم بعد این اتفاق بیفته، خب عقب میفته دیگه. اونایی دیگه تجربه هم خیلی از بچه ها دارن که بچه دار شدن همزمان درس خوندن و تونستن دکترشون رو بگیرن،
حقیقتش هم اینه، الان که این تجربه کردم میتونم بگم که یه بخشی از این ترسی که هممون داریم یه ذره زیادیه، زیاد از حده. وقتی بچه میاد میبینی جزء زندگیه، مالا یکم خرج ممکن اضافه کنه، با هم بستگی به خودت داره، میتونی کم خرج هم به چیزو سعی کنی پیش ببری. از اون بر بچه جزء زندگی، سختی داره، بیخوابی داره، تب میکنه، همه اینا هست. آره، فکر یه نقطه دیگه هم به نظرم هست، اینکه ماها چون ایرانی هستیم و معمولا میایم خارج، این خودش به خودی خود یه شوک فرهنگی. یعنی راستش من گاهی وقتا بچه‌هایی که اینجا میبینم ایرانی دارم بزرگ میکنم، من واقعا فوبیا اینو دارم که بچه‌م نتونه فارسی بخونه. یعنی خوندن رو نوشتن، حرف زدن که بی خود کرده نتونه. یعنی اصلا من اصلا نمیتونم ارتباط برقرار کنم که مثلا بچه هم به زبونی حرف بزنه که من زبون مادری نیست. این به نظرم هم چالش خیلی جدیه. حالا باز اروپا یه ذره یاد گرفتم با این زندگی کنم، ولی من یکی که اصلا بلد نیست. آره اینم واقعا مسئله خلاصه خیلی فاکتور هست دیگه. یعنی چیزایی هستش و انقدر این دنیا برای ماها ناشناس است. من یه سر این ماجرا یه قضیه هم بگم، مثلا از یکی تجربه خودم که مثلا حالا میبینی همین مادر شدنه یهو میبینی آره داری یه جاهایی جلو تو جلو کارتو میگیره. مثلا چیز من توی این دوره دو تا پروژه مشترک بودن، پروژه‌ای که چند تا گروه هم همکاری میکنن و درست تقریبا پروژه وقتی شروع میشن که تو پروپوزال‌ها رو بنویسی اصلا تو گروه باشی، اونه مثلا 2 سال ممکن 3 سال طول بکشه. من وارد این پروژه شده بودم و درست ددلاین های 2 تا از این پروژه افتاد توی همین مرخصی بعد زایمان من. و بعد من تو مرخصی هم بچه خب واقعا به آدم نیاز داره، هر لحظه به آدم نیاز داره و تو میبینی که چه کار کنی، یا باید بگی نمیخوام من میرم بیرون اینو این بر میخوام جز بکنم. خب این تو رو نسبت به یک مرد همکارت کاملا عقب میندازه دیگه. این یه نمونه خیلی سادهش که همه چیزم اوکیه، یا اومدن بهت مرخصی زایمان دادن، پول دادن، حواسشون هست، شغلت سیفه، همه، ولی آخر آخرش این گپه داره تو رو از یه آدم عقب میندازه. مثل وقتی داری بازی آنلاین میکنی مامانت میگه استوب کن بیا بیرون، بابا جان نمیشه استوب کرد، این رقابته برای خودش داره میره، حالا هر چقدر تو وقتی استوب کنی برات آب پرتقال بیاره. آره همین اتفاق. و خب من مثلا راه حل خودم این بود که شب کار میکنم، یعنی بچه که میخوابه من شب فکر کنید تو مرخصی زایمانم با معنی حقوق کار نمیگیرم که کار کنم و غیره، و شب کار میکنم، مجبورم، یعنی مجبورم تو این رقابته باشم. و لازم میگم تو این فضایی اینقدر سعی کردن مراقب باشن، تو این فضای سوسیالیستی که مثلا همه چیز رو بهش فکر کردن، واسه میبینین مانع ها جلوی رو هست و یه جاهایی مثلا عقب. مرسی، من پرسش و پاسخم کامنت یعنی بازه، اگر کسی میخواد سوال کنه ما یه 10 دقیقه دیگه وای میسیم. مهمونا خیلی میدونم دیگه خسته شدن و ببخشید دیگه، این برنامه ذاتش خیلی سخت میشه جمع و جورش کرد چون حرف زیاده و ما هم میخواییم حرف بزنیم راستش. یعنی این ایده اینه که آدم ها بیان بشنون و خلاصه هر کسی سوالی داره میتونه بپرسه. به نظرم حالا تا آدم ها سوال میپرسن، این سوال من همیشه میزنم آخر از آدم ها میپرسم که اگر مثلا برگردید به عقب همین مسیر رو میرید میایید دوباره سمت بیوفیزیک یا نه ممکنه جاهای دیگه هم برید؟ الان فقط من موندم جواب بدم. میاد میاد دوباره. من راستش رو بخواید به نظرم آره، من هنوز خیلی دوست دارم، نمیدونم شاید خیلی راحت اخت میگیرم به اون شرایطی که برام پیش میاد. میگم مثلا من با تصور فلسفه و ریاضی و این چیزا اومدم، بعد فیزیکو که دوست داشتم رفتم سمت بیوفیزیک دوستش داشتم، اومدم دانشگاه بیولوژی دوستش داشتم، ولی واقعا وقتی آدم از این چیزی که الان داره لذت میبره خب فکرم میکنه که خب آره برگردم این راه میرم. من حتی چه میدونم اون گام های سختی که میگم توی ایران مثلا تو دوره تحصیل داشتیم، کار کن، درس بخون، اینا همشون چیزیه که اگه ازم بپرسن دوست داری دوباره بری؟ آره دوست دارم، خیلی لذت بخش بوده این سفری که داشتم تا حالا. اوکی حسین جان شما چی؟ یه بار دیگه ریست کنن
این مسیر رو میای؟ من سخته، خیلی خیلی برام سخته. کلی اتفاقای شیرین افتاد، کلی اتفاقای تلخ افتاد. الانم تو این جایگاهی که الان هستم راضیم، یعنی اینجوری نیستم که الان ناراضی هستم و چرا که نه یه بار دیگه هم همین مسیر رو میام دیگه. سعی میکنم این جایی که یه مقداری چیز بود. فکر میکنم حسین قطع شد. آره منم نمیستم. آره این سوال هر موقعی که از من میپرسه میگم که من چون کارم بین رشته خیلی جاهای قشنگترم دیدم وجود داره. الان حسین جان وست شد. ولی هنوز قطع و وست میشه. الو. الان پایداری. آها من امروز نمیدونم چرا اینترنت ما اینجوری شده. الان با لپتاپم راحتم دارم کار میکنم، اولین بار دارم لایو میذارم. بکنم گوشی من از یه حدی که بگذره دیگه میگه من خستم شد. آره ولی الان لپتاپم همزمان دارم چک میکنم، لپتاپم همیشه اینترنت دارم. منم امروز یه مشکل اتفاقی داشتم، چک کردم اینجا درسته ولی یه ذره اینجا لگ داره. حالا پیش میاد دیگه بالاخره این سگ. آره. پس شما چرا که نه؟ من چرا که نه، من دوست دارم یه بار دیگه میام ولی سعی میکنم که یه جاهایی رو سعی میکنم یه جایی رو چیز کنم، یه جایی رو بهترش بکنم. آره مثلا من همیشه میگم اگر من همین مسیر رو اومدم سعی میکنم بیشتر ورزش کنم، ذره مثلا از این کارا میکنم، بیشتر مراقب سلامتم باشم. آره از این کارا. علی به نظرم راههای خیلی هیجان انگیزی وجود داره بیرون از فیزیک. ما ها نمیدونیم، شاید اگر مثلا تجربه کرده بودیم قاعدتا میشد، ولی خب فعلا که با همین خوشحال. یه سوال پرسیدن که توی شریف ما رشته گرایش بیوفیزیک داریم. حالا من اینو میگم که بچه‌ها شاید توضیح بدن، ولی کلا دانشگاه شریف در هیچ مقطعی آفیشالی گرایش نداره. یعنی شما لیسانس فیزیک، ارشد فیزیک، دکترا هم فیزیک میخونید و این دیگه بحثی داره که با کی کار کنید. حالا حسین جان شما راست قرار شد چند تا گروهی که توی ایران بیوفیزیک کار میکنن رو معرفی کنید. من دانشگاه شریف، ببین دانشگاه شریف الان یه گروه خیلی خوب داره که دکتر اشتادی هست، دکتر صدرانی هست و فکر میکنم جدید فاختم اضافه شده، فکر کنم فرنوش بهتر بدونه این کارش. آره در واقع جورایی فیزیک اجتماعه. ایشون هم جزش. آره تقریبا. حالا اینا یک گروه کوچیک تشکیل دادن، اونا کار بیوفیزیک هم انجام میدن در کنار کار دیگه که انجام میدن. بعد یه گروه خیلی خیلی به نظر من قرص و محکم همیشه وجود داشتن از اول توی تحصیل تکمیل زنجانن که من فهم میکنم که اونا تو بعضی از زمین ها با من خیلی قوی هم. یعنی میتونم بگم که تحصیل تکمیل زنجان رو توی قسمت های مثلا اکسپریمنتال خیلی کار خوبی انجام میدن، یا اینکه مثلا آدمای خیلی خوبی رو مثل دکتر رامین گلستانی هم دیگه همه میشناسن دیگه. رامی که ایران نیست، ایران نیست ولی خب از کلابریشن داره، فکر کنم داره تا یه حدی، ولی بالاخره از اونجا یعنی از سیستم بله زنجیره تسلیم تکیه اومد بالا دیگه. تسلیم تکیه زنجیره آره. یه بخشی هم جدیدن توی آی پی ام را افتاده که کاری بیو انجام میدن. دکتر ناجی مثلا یه مقداری مثلا اونجا توی آی پی ام کار میکنه. آی پی ام فکر کنم توی شهید بهشتی هم دکتر جعفری این کارهایی انجام میده، درسته؟ دکتر جعفری از کارهای زیستی
یه ذره دور کرده خودشو، مگر اینکه کار شبکه باشه. خب من خودم دانشجو دکتر جعفری بودم توی فوق لیسانس و کارم زیستی بود، اما خب از زیست این بود که امروز داده جین رگولاتوری داشتیم و یعنی جین اکسپرشن دیتا داشتیم، از چی میگن داده بیان ژن، قرار بود که شبکه برهمکنشی ژن ها رو استنباط کنیم، بعد دیگه بیشتر مسئله تکنیکال ریاضی و مثلا بعدم شبکه بود. ولی بهشتی زیاد سمت بیوفیزیک اونجوری نیستن، مگر اینکه مثلا این مسئله خیلی شبکه‌ای مطرح بشه. آره ولی معروف ترین گروه فکر کنم گروه دکتر اشتهادیه توی شریف، از لحاظ تئوری و محاسباتی، و از اونم گروه دکتر صدران مشین هم خیلی آزمایشگاهی خوب شده. آره آزمایشگاه خیلی خوبه. یه گروه هم توی چیزام توی دانشگاه تهران هم دکتر وایز علایی. آره برام شد. بعد اونا هم یه کاری زیستی انجام میدن. یکی پرسیده که برای کسی که بیوفیزیک میخونه اگر بخواد وارد صنعت بشه چه شغلایی هست؟ راستش اولین شغلی که هست وقتی اگر کلن کار کامپیوتیشنال بکنید فرق خیلی زیادی نمیکنه، ولی چون بچه هایی که توی کار فیزیک زیستی میکنن قبلا گفتم کامپیوتیشنال زیاد کار میکنن، کار کامپیوتیشنال کرده باشه که کامپیوتر کار کنی بتونی کد بزنی، اولین کار این روزا دیتا ساینس، به قول معروف هر کی قهر میکند مامانش میره دیتا ساینس. و حقوق خیلی خوبی داره و هنوز کار براش زیاده، احتمال داره تا مثلا 10 سال دیگه قصه نباشه، ولی فعلا رو بورسه و خیلی راحت میشه کار پیدا کرد. غیر از اون مثلا توی ایران نمیدونم واقعا چی بگم، تصوری ندارم مثلا به عنوان یک بیوفیزیک خونده میتونی بری چه کاری انجام بدی در ایران، ولی اینجا مثلا یه سری شرکت ها کم نیستن، ولی نمیتونم بگم واقعا الان مثلا در گروه خودمون نمیتونم بگم 70-80% بچه هایی که فارغ التحصیل میشن به عنوان دکترا میرن کار دیتا ساینس میکنن تو بخش مختلف صنعت، ولی همچنان یه سری گروه هایی هستن به خصوص گروه های داروسازی که آدم هایی که بیوفیزیک میخونن کار شبیه سازی بلدن، کار همین تحلیل داده های مثلا همین چیزایی که میگین نتورک های زیستی این کار رو بلدن انجام بدن، اون جاها میگیرن و کم نمیتونم بگم کمه. من مثلا تا خیلی اطلاعات هم ناقصه همین رضا نیست بگم، فکر کنم تو آمریکا بد نیست بازار این کارا، چیزایی که دیدم بین بچه ها که از دوستای خودمون کارشون تو دانشگاه تموم شده و رفتن، تو آلمان هم به نظرم مثلا میدونم بازارش بد نیست، ولی همچنان گزینه اول دیتساین. من چیزی هم بگم به عنوان کسی که زیاد از شروع دکترام نمیگذره، که وقتی شما دنبال پوزیشن هایی میگردی توی فیزیک، الان پوزیشن های بیوفیزیکی خیلی زیاد شده، خصوصا یعنی کلن کامپیوتیشنال بیولوژی، چه میدونم کوانتیتیو بیولوژی، بیو اینفورماتیکس، بیوفیزیکس، و آلمان میدونم توی اروپا خیلی زیاده، کانادا میدونم خیلی زیاده، خصوصا هر چقدر بیشتر بره سمت مسائل مثلا علوم اعصاب و اونوری هم خیلی زیاد میشه. برای همه فعلا گویا یه نونی هست این وسط توی فیزیک زیستی. آره ببینید نکتهش اینه که فیلم کام کشورهای حالا توسعه یافته الان خیلی دارن روی هلس کلن سلامتی سرمایه گذاری میکنن، ناخودآگاه سرریز میکنه به این بخشای بیولوژی و بیوفیزیک و اینا، بد نیست ازشون. آره فکر کنم این حالا مثلا احتمال زیاد خیلی حوزه‌های دیگه هم هست از بیوفیزیکی، مثلا جزء کار شما 3 نفر نیست، مثلا چه میدونم اینهایی که کارشون به مسائل پزشکی نزدیکتر میشه، به درمان نزدیک میشه، به داروسازی. من یه دوستی دارم یه روز گفتم چی کار میکنی؟ گفت دراگ دیلیوری. گفتم نگیرنت؟ گفت نه اون دراگ دیلیوری نه، کار ما اینه که نمیدونم یه دارو به یه بافت خاص برسونیم. گفتم آها. آره واسه همین خیلی چیز میشه. آره از سوال پرسیدن که توی آمریکا چه رشته‌ای میشه رفت. ببینید ما راجع به این زیاد صحبت کردیم، فقط سر فیزیک هسته‌ای یه ذره درگیری هست، اونم نه همه جاهاش و نه همه کشورها، مسئله آمریکا از همه جای دنیا جداه. یه سوالی هم پرسیدن که خانم فرام شما سیتیزن شدین، آخه این چه درد ما میخوره دونستن این سوال میپرسید. بعد دیگه سوال اینه که چقدر به نظرتون از مهندسی هم میشه اومد سمت این حوزه ها؟
آره آره به نظرم میشه. من میگم اون پایه بگو بگو بسه. من دیدم بعضی ها که از مهندسی اومدن، اتفاقا بعضی ها بودن که مثلا مهندسی کامپیوتر میخونن و میان علاقمند میشن به حوزه بیوانفورماتیک، بعد از اون شاخه میان سمت بچه های فیزیکی کاری حالا بیو. من یه مثال دیگه، بچه هایی که مکانیک میخونن، چند تا مثلا از دوستانم خیلی قوی ما که الان تو آمریکا مثلا کار خیلی خوب میکنن از مکانیک اومدن. حسین جان شما قطع و وصل شدید. منم صدای حسین رو ندارم اصلا. دیگه حسین واقعا گوشش خسته شده. دیگه این دفعه که حسین برگرده میخوام خداحافظی کنیم. خلاصه که مرسی از همتون، خیلی لطف کردین، منتی بود به سر من. انشالله که همیشه سالم باشین، سلامت باشین، دلتون خوش باشه، جیبتون پرپول باشه، به زودی بتونید برید ایران، امیدوارم اوضاع ایران بهتر بشه و آینده در هر شرایطی ما هر کارمون هم کنن ما یه سرمون به ایران وصله. یعنی هر چقدر هم اینجا رفاه باشه، میلیارد یورویی هم به همون حقوق بدن، تهش من هر شب به ایران فکر میکنم، با اینکه میدونم چقدر سخته و هر چقدر هم شما فکر کنید که اینجا خوش میگذره، آخرش خوشی چیز جمعی. دمتون گرم. اگر چیز دیگه میخواین بگید بفرمایید که دیگه خدافظی کنیم، بیشتر از این 3 ساعت شد لایو. من فقط تشکر میکنم، کار جالبی این برنامه، مرسی که ما رو دعوت کردین و امیدوارم حرف ما مفید بوده باشه برای آدمایی که خوب بود. افتخاری بود. منم تشکر میکنم، واقعا امیدوارم که حداقل به درد یه نفر بخوره این حرفو. خیلی هم خوب بود. نه بالاخره من خودم وقتی لیسانس بودم واقعا نمیدونستم که بقیه گرایشات به چه دردی میخورن، یعنی درد جدی، یعنی واقعا سوالشون چیه، رهیافتشون چیه، و همیشه به این بودم که کاشکی میشد یه همچین برنامه ساخت. خب یکی از خوبی های پاندمی این بود که یه ذره دوربینا رو تو خونه ها روشن کرد، راحت تر میشد با آدم ها بگی با بیا یه ویدیو کال کنیم دور هم، و امیدوارم که خب خیلی ها بتونن استفاده کنن. دمتون گرم، خوش باشین، امری نداری؟ ممنون، متشکرم. شبتون بخیر، شب و روزتون. دوربین شما سلام، سلام بشورتون. مرسی، ممنون، متشکرم. خدا 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 حافظ.